سلام مرسی که سلام علیکم مرسی که سلام سلام شب یلدای همه مبارک گذشته حالا ولی من باز میگم خب امروز ما دو تا گست داریم سلام دو تا گست سبا یوسفی و یلدا احسانی همونجور که گفتم آها امروز همه هستن سهرابم هست و منم هستم من رو بدم اگه تو نباشی من مبصر باشم آره آره من آخه یه دوتا میتینگ همزمان بر من افتاده بعد یه کوچولو برم به اون برسم بعد دوباره برگردم خب سبا و یلدا رو که همونجور به تو معرفی کردم قبلا سبا یوسفی نوازنده عالی ویولون و یلدا احسانی نوازنده عالی کلارینت و خیلی لطف کردن امروز اومدن یه ورکشاپ بذارن برای سازهاشون و برای پاسیبیلیتی کلابوریشن با هنرجویان MMC خب من فکرم که شروع کنیم از سبا سبا اگه میتونی خودتم حالا من معرفی کردم قبلا تو ایمیل و اینا ولی خودتم اگه میتونی معرفی کن و بعد پریزنتیشنت بعد میریم به یلدا مرسی حتما منم سلام میکنم به همگی خیلی خوشحالم که میبینمتون باعث افتخاره که اینجا باشم تو همچین جمع بسیار عالی من سبا هستم همونطور که پدرام جان گفت من نوازنده ویولون کلاسیک هستم توی تورنتو زندگی میکنم تازه یعنی فوق لیسانسم رو گرفتم توی رشته ویولین سولو و اینکه یه کلابوریشنای نسبتاً خوبی با آهنگسازهایی که حالا جدید بودن یا چند سال بود که آهنگسازی می‌کردن با هم دیگه کار کردیم یه کورسایی رو با هم گذروندیم که دقیقاً مثل کاری که الان اینجا داریم انجام میدیم که در واقع با هم دیگه چندین تا سشن داشتیم که با هم کار می‌کردیم و در آخرم افتخار اینو من داشتم که قطعاتشون رو اجرا بکنم که خیلی دوست دارم که اینجا هم همچین فرصتی باشه که هم من خیلی اینترستد هستم که قطعات شما رو اجرا بکنم هم که یه فرصتی باشه با هم دیگه کلا کلابوریشن داشته باشیم من الان پدرام جان میتونم شیر بکنم اسکرینو بله بله فکر کنم آره اوکی خب من اگر که داشتم وقتی که پریزنت میکردم اگر که مشکلی توی صدا یا هر چیزی بود یک ندایی به من بدین لطفاً خیلی هم عالی من برگردم خب من یه سلایدی رو اینجا در واقع آماده کردم سر من این تصویر رو کوچیکش بکنم که همه چی رو بتونیم اینجا ببینیم اوکی خیلی هم عالی. من اینجا ایمیل ادرسم هم نوشتم. حالا اگر که بعد از پریزنتیشن یا بعد از سشن امروز سوالی چیزی بود خوشحال میشم که بتونم جوابتون رو بدم. خب اولین نکته ای که به نظر من خیلی مهمه که برای تمام آهنگسازها در نظر داشته باشن اینه که تصورشون باید ببینیم از هر سازی که براش می نویسن چه شکلیه. چیزی که جدیدن در واقع محققا به دست آوردن اینه که ویولون در واقع تقلیدی از صدای انسانه و همینطور هم که اگر برگردیم توی تاریخ موسیقی میبینیم که از زمانی که موسیقی در واقع توی کلیساها شکل گرفته توی قرون وسطا اولش به صورت آوازی و گروه کور و خواننده برای حالا همه اون دعاهایی که توی کلیساها میکردن شروع شده بعدش برای تقلید کردن همون صداها سازهایی بودن که به وجود اومدن مخصوصا سازهای زهی از میون اونها هم ساز ویولون در واقع مثل سوپرانو میمونه و این حالا نه فقط برای آهنگسازا برای خود نوازنده ها برای خود من این خیلی نکته مهمیه که زیاد به صدای خواننده ها گوش بدیم یعنی زیاد اپرا ببینیم زیاد سوپرانو ها رو گوش بدیم سازهای دیگه رو گوش بدیم اینا همش خیلی با ارزشه و خیلی کمک میکنه برای نوشتن اسپسیفیکلی اون ساز که دنبالش میگردیم من الان اینجا یه چند تا
تکنیک هایی هستش که در واقع جزء تکنیک هایی هستش که اکستندد حساب میشن، یعنی تکنیک هایی هستش که بیشتر توی موسیقی کانتمپری ازش استفاده میشه. سلاید درست کردم و تلاش کردم که تمام اونا رو جمع آوری بکنم از قطعاتی که تا الان اجرا کردم و میدونستم، و اینجا توی یه مجموعه گذاشتمشون که دونه دونه بهتون توضیح میدم و سعی میکنم روی سازم حالا تیکه تیکه که شده بهتون نشون بدم که در واقع رنگ صداشو بتونین بشنوین و بدونین تا جایی که میشه نوتیشنش چه شکلیه. بعدش میخوام که راجع به یه سری از تجربیات خودم صحبت بکنم با آهنگسازایی که با هم توی کورس‌های مختلف کار کردیم که من زیاد می‌دیدمشون و یه قطعه رو داشتیم که با هم دیگه دست به دست هم بدیم که پیشرفتش بدیم. راجع به اون یه ذره میخوام صحبت بکنم و آخر آخرم میخواستم راجع به قطعه آخری که من توی رسیتالم زدم از آقای جفری رایان که یک آهنگساز بسیار معروف کانادایی هستن، راجع به ایشون و نوع نوتیشنشون توی موسیقی که برای ویولون سولو این قطعه رو نوشتن به نام بلاتریکس، میخوام راجع به اون یه ذره صحبت بکنم و یه پرفورمنسی هستش از خودم که حالا کامل نیست ولی اونو بتونیم یه ذره با هم ببینیم، چون حالا اینجا توی زوم نمیشد من براتون اجرای زنده داشته باشم. و اینکه دوست داشتم اگر که وقت بود من نوت ایشون رو اینجا دارم، میخواستم بهتون نشون بدم و باهاتون شیر بکنم که ببینیم که چه شکلی ایشون اصلا از من صداهایی که توی ذهنشون بود و خواستن اکسپرس بکنن برای نوازنده. الان میرسیم به تکنیک اولی که من اینجا نوشتم، در واقع بهش میگیم بارتوک پیتسیکاتو. بارتوک پیتسیکاتو فرقش با پیتسیکاتوی معمولی که ما داریم که حالا سازو پلاک میکنیم، در واقع من سازمو اینجا بیارم بتونم نشون بدم بهتون، فرقی که با پیتسیکاتوی معمولی داره اینه که صدای خیلی قوی تری میده، یعنی بیشتر صدای سیمو در میاره از توی ساز بیرون و علامت نوتیشنش هم همینطوری هستش که داریم میبینیم. بیشتر نوازنده ها، یعنی من خودم هم شخصا همین کار میکنم، برای درآوردن این صدا از شستشون استفاده میکنن، یعنی اینکه اگر که ما بخوایم پیتسیکاتوی معمولی رو بزنیم که در واقع بیشتر با انگشت اولمون انجامش میدیم، برای پیتسیکاتو انجام دادن بارتوک به خاطر اینکه صدای بیشتری میخوایم از شستمون استفاده میکنیم، به خاطر اینکه همونطور که میبینیم پلاکی که میکنم در واقع سیمو کاملا میکنم. و حالا من برای این یه مثال کوتاهی گذاشتم که با هم دیگه بشنویم، این یکی از کوارتتایی که برای بارتوک هست. حالا بعضی از اینها با شست استفاده میکنم و بعضی هاشون با انگشتشون. باز میخوام صدا رو نداریم، میشه شیر کنیم؟ اوه صدا رو ندارین؟ اوکی بذارین من فکر کنم آدیو هم بعد شیر بشه تا صدا بیاد. درسته، بذار من ببینم پدرام جان، این یه ایرادهای تکنیکیه که همیشه با زوم هست. اوکی من کجا باید اینو بزنم؟ همون پایین که شیر سکرین رو زدی یه آپشن داره، قبل از اینکه شیر سکرین رو بزنی یه آپشن داره یه چک باکس بزنی که آدیو رو هم شیر میکنه. بذار ببینم، فکر کنم اول باید شیر اسکرین رو برداری بعد. الان برداشتم. آره آره. الان شیر نمیشه. پایین دو تا آپشن داره، یکی اپتیمایز سکرین شیر فور ویدیو کلیپ، یکی سمت چپش هم هست شیر کامپیوتر ساوند. تو یه دو تا تب هست، بیسیک و ادوانس. تو قسمت بیسیک اون شیر کامپیوتر ساوند، قسمت پایینش. خب آن چک کردی؟ اوکی. الان فکر کنم که شد ولی باز مطمئن نیستم. چک میکنیم ببینیم. ببینیم چه شکلیه. اوکی. There you go. اوکی. او فهمیدم. الان درست شد. پرفکت. یه دو بشتم ببینیم، بازم به من بگین اگر که ندارین. درست. عالی. خب این یه
مثال خیلی کوچیکی بود که من براتون اینجا گذاشتم. الان میخوام که ادامه پریزنتیشن رو راجع به بیشتر الان فوکس من روی دست راست یعنی دسته که آرشه داریم هست. خب عالی. میخوام که راجع به آرشه صحبت بکنم اینجا. ما اولین تکنیکی که توی آرشه میتونیم ازش استفاده بکنیم در واقع بهش میگیم سولپانتیچلو که صدای خیلی گلاسی به ما میده. من اینجا اینو تقسیمش کردم به دو تا گروه. اولی که هست در واقع یه مقداری صدای کمتری به ما میده، یعنی که برای یه سری جاهایی هستش که شما داینامیکتون روی بیشتر پیانو یا پیانو سیما هست که بخواین این صدا رو داشته باشین. من اگه بخوام اینو اجرا بکنم در واقع باید بیام خیلی سمت کلن پانتیچلو که باید روی در واقع نزدیک خرک ساز باشه، و اگه بخوام که سلایتلی سول پانتیچلو رو بزنم خیلی پرشر کم و فشار کمی روی آرشه ایجاد میکنم که این صدا رو به من بده. ولی وقتی که بخوام در واقع دومین آپشنی که دارم که very هستش رو بخوام اجرا بکنم که بیشتر توی داینامیک هایی که فورته و قوی هست اجرا میشه، من باید یه مقداری ویت و پرشر بیشتری توی آرشه که دست راستم هست ایجاد بکنم و روی خرک صدای بیشتری به من میده از اون در واقع رنگ صدایی که توی سانتیپول چلو میچرخیم دنبالش. دومین چیزی که هست کاملا اپوزیت اینه، یعنی سولتاستو یا فلاتاندا که بهش میگیم، ما به جای اینکه آرشه رو الان روی خرک بذاریم مثل سولپونتی چلو، کاملا مخالف اون آرشه ما موو میکنه روی فینگر بورد که در واقع به اصطلاح بهش میدن خیلی صدای گرم کلارینت رو به ما میده. اگه بخوایم اینو مثلا رو سیم ای امتحان بکنیم بعد رو سیم دی صدای گرمتری به ما میده. معمولا کیفیت ساز صدای سازی که ما به دست میاریم که بهترین هست بین خرک و فینگر بورده، برای همینم هم به این میگیم اکستندد تکنیک از نظر آرشه، به خاطر اینکه ما دقیقاً جاهایی رو داریم میزنیم که تو بیشتر قطعات انجامش نمیدیم، میایم روی خرک میزنیم، میایم روی فینگر بورد میزنیم. و این فقط برای جاهایی که خیلی دنبال صدای خاصی ما بگردیم، اون صدای خاص رو به ما از این طریق به وسیله آرشه ما میتونیم به دستش بیاریم. بعدی که تکنیک بعدی که میخوام باهاتون صحبت بکنم یکی هست به نام کولگنو که ما به جای اینکه از موی آرشه استفاده بکنیم در واقع از چوب آرشه استفاده میکنیم، که اینجا من سه مدلش رو بهتون دارم توضیح میدم. یه دونه هستش که بهش میگیم آن و آف از سیم هامون هست، که در واقع این خیلی مهمه که وقتی که خواستین اینو بنویسین نوازنده معمولا از آرشه خوبی که داره که داره معمولا باش استفاده میکنه استفاده نمیکنه، به خاطر اینکه این میتونه به چوب آرشه صدمه بزنه. برای همین برای تکنیک کولگنو خیلی خوب از قبل از اینکه حالا اگه ریهرسالی تمرینی باهاشون با نوازنده داشتین بهشون اعلام بکنین که توی قطعه یا قبلش براشون نوتو بفرستین که بدونن که باید یک آرشه دیگه همراهشون باشه، چون خیلی‌ها هستن که این کارو نمی‌کنن وقتی که یهو بهشون بگن. اولین چیزی که برای کولگنو هست اینه که من وقتی بخوام با چوب آرشه بزنم، وقتی بخوام آن و آف باشه، و میتونیم کاملا نوت هم برای لفت هند بنویسین و کاملا بهتون صدا میده. یا اینکه غیر از اون که آن و آف باشه یه دونه داریم که تنوتوه، یعنی خیلی صدای کانکتدی بهمون میده، خیلی وصله، و دوباره میتونیم در واقع هر کاری که با خود آرشه میکردیم میتونیم اینجا با کولگنو هم انجام بدیم. بعد میرسیم به کامبینیشن این کولگنو با آرشه تکنیک ریکوشه. ریکوشه که ما خود آرشه رو اینطوری پرت میکنیم روی سترینگ، حالا اگه بخوایم با کولگنو انجامش بدیم با چوب آرشه این کار رو میکنیم. بعد این تمام تکنیکیه که ما میتونیم با چوب آرشه از صدای ویولون در بیاریم. دومین چیزی که هست ترومولو هست، که حالا من ترومولو رو یه ذره بریم جلوتر نوعهای دیگرش هم بهتون میگم، ولی اینجا فقط اسپسیفیکلی من دارم راجب رایت هندمون که آرشه هست صحبت میکنم.
اولیش اینه که ما توی داینامیک هایی که مثلا پیانو متو پیانو یا پیانو سیمو هست، اگه بخوام که ترومولو بزنیم، اگر دنبال همچون صدای میگردیم توی داینامیک هایی که خیلی سافت هست، باید حتما نوک آرشه، تیپ آرشه همچون صدایی رو بهمون بده. بعد دومین چیزی که ما داریم برای اینه که ما اون پونچلو که من توی سلاید قبلی توضیح دادم میاد کامباین میشه، وصل میشه به همین ترومولوی که ما داریم. اینجا به خاطر اینکه پونچلو هست، ما باید یه ذره بیایم وسط آرشه، دیگه نمیتونیم بالای آرشه باشیم، چون این مقداری وزن بیشتری از آرشه رو میخوایم و اینجا این مقداری قوی تر از تیپ آرشه است. برای همین وقتی بخواد که وصل بشه با پونچلوی ما میایم همون گلاسی ساوندی که دنبالش میگشتیم و اینجا داریم، به علاوه این که یه مقداری صدای قوی تری به ما میده. توی داینامیک هایی که این مقداری قوی تر است، مثل مثلا فورتی فورتی سیمو، ما باید یه مقداری بیایم پایین تر از آرشه، نزدیک فراگ، و هنوز ما میتونیم. خیلی ها میگن که ناترومولو فقط توی بالای آرشه زده میشه، ولی باز بستگی داره به داینامیکی که دنبالش میگردیم. توی حالا قطعه مثلا موتسارت یا قطعه رومانتیک ما نمیایم همچین چیز رو ببینیم، ولی چون من دارم راجع به اکستند تکنیک صحبت میکنم، همچین چیزی کاملا رایجه که بیای پایین آرشه که وزن بیشتری داره ما بتونیم قوی تر اجرا بکنیم. بعدی راجع به کلن تکنیک هایی که ما با خرکمون داریم یا با بریج داریم که برای این یه دونه تکنیکی هستش که روی در واقع خرکمون، روی بریج ما باید آرشه رو بکشیم، که در واقع روی سیم خاصی هم نمیشه، چون من همزمان که الان دارم روی A string میزنم میبینم که سیم ایرم تاچ میکنه چون روی خرک هستم. یه در واقع تلفیق از حواست و اون صدایی که داریم بسیار جالبه. بعد میرسیم به یه تکنیک دیگهی که به ما این امکانو میده که ما پشت خرک ساز بزنیم. همیشه برای ویولون ما این بریم، حالا میتونیم این بره در واقع خرکمون ساز بزنیم، حالا رو هر سیمی هم که خودتون بخواییم. با تمام تکنیک های آرشه هم میشه. یک چیز دیگه که داریم اینه که حالا من توی قسمت on the bridge براتون توضیح دادم، براش میکنیم و این میتونه هیچ در واقع صدایی به ما نمیده، فقط تاچی از بریجه. و آخرین چیزی که هستش اینه که آرشه هستش که ما به صورت معمول باید حتما آرشه مستقیم و صافی روی اینسترومنت داشته باشیم، ولی واسه این نوع آرشه ما یک حالت شکل دایره وار روی از قسمت خرکمون شروع میکنیم تا قسمت فینگربورد میریم و برمیگردیم. و این جالبیش اینه که آهنگساز قسمت کلن وقتی به بریج میرسه و این سلایدی که من الان درست کردم، خیلی بعد اسپسیفیکلی بخواین که دنبال چه صدایی میگردین و دقیقا همونو ایندیکیت کنین. و اگر که دارین توی موسیقی، چون توی نوتی که دارین باید بنویسین که حتما اوکی من الان میخوام که روی بریج باشه، میخوام که روی بریج باشه، اوکی اگه میخوام باشه رو کدوم سیم باشه، میخوای که لفت هند اینوالو باشه یا نه، اگه میخوای حالا مثلا حرکت سیرکل بزنی روی برای آرشت، باید حتما مشخص بکنی که میخوای کدوم استرینگ ها این حالت دایره وار رو داشته باشن. یعنی کلا برای نوت نویسی خیلی مهمه که دقیق اون چیزی که مد نظرتون هست و در ارتباط باشین با آهنگ، با نوازنده. قسمت بعدی که من اینجا دارم قبل از اینکه راجع به لفت هند و دست چپ هم صحبت بکنم اینه که یک سری صدای هستش که در واقع نو پیچ به ما میگن که هست، یعنی که هیچ پیچی در صدا وجود نداره. که حالا من اینم دوباره به دو تا قسمت تقسیم کردم که یکیش برای لفت هندمونه، یکیش برای رایت هندمونه. اگر بخوام با دست چپ هم شروع بکنم، ما اینجا چند تا آپشن داریم. یکی این که من اینجا میتونم
روی سازم بدون اینکه دست بیام روی گریف روی ساز میتونم تپ بکنم و جالبش اینه که قسمت‌های مختلف چوب صداهای متفاوتی رو به من میدن. من ممکنه که آهنگساز از من بخواد که من پشت ویولون رو تپ کنم، ممکنه از من بخواد که من سر ویولون رو تپ کنم، ممکنه بخواد که من زیر فینگربوردم رو انجام بدم یا اینکه روی ویولون رو تپ بکنم. بازم نکته اینجا اینه که شما دقیقا بدونین دنبال چه صدایی میگردین و اینو توی نوتتون بنویسین که من الان میخوام که تو تپ بکنی روی ویولونت و میخوام که بگین که کجای ویولون رو میخوام که تپ بشه به وسیله اون صدایی که دنبالش میگردین. بعد دومین نکته که وجود داره دونه هستش که سایلنت فینگرینگ. یعنی چی؟ یعنی من اینجا میتونه با نوت همراه باشه ولی به خاطر اینکه صدای آرشن نیست ما بهش میگیم سایلنت فینگرینگ. سومین چیزی که وجود داره اینه که من روی سیم‌های ویولونم تپ نمی‌کنم، سلپ می‌کنم. یعنی با تمام با 4 تا انگشتی که دارم جاهای مختلف ویولون اگه بخوام میتونم که سلپ بکنم روش. حالا این نو پیچ ساوندمون برای رایت هند که بخوام توضیحش بدم اینه که من یکی میتونم که دست چپ همو در واقع همینطور که بیارم ببینم که واضح هست. اوکی، دست چپ همو وقتی که اینطوری میگیرم من در واقع دمپش کردم، هیچ صدایی رو من اینجا به دست نمیارم، ولی کاری که میتونم بکنم اینه که وقتی که آرشه رو میگیرم و روی حالا هر سیمی که شما باید به نوازنده بگین کجا، بعد به نوازنده بگین و دمپ بشه صدا و اجرا بشه. یا یعنی اینکه میتونم همین کار رو بکنم، اینجا آپشن خیلی بازه، شما میتونید نوع آرشه تکنیکی که میخواین رو به نوازنده بگین، بگین که دست چپش رو دمپ بکنه، بگین که کجای آرشه بزنه، چه تکنیکی رو استفاده بکنه، بله همون تکنیکی که تا الان گفتم، میتونه بیاد پشت بزنه، میتونه بیاد روی بریج بزنه، میتونه جای مناسب ویولون که همیشه اجرا میشه رو بزنه، فرقی نمیکنه. سومیش که خیلی اینترستینگ هست و خیلی جاها منم استفاده میکنم و واقعا منو خوشحال میکنه وقتی میبینم که اینو نوشتن، اینه که روی تیل پیس ویولون در واقع اینجای ساز شما آرشه رو میکشین و این ببینین که فقط چه صدای زیبایی میده. و این بازم مقدار پرشر و وزنی که دست راست میتونه اضافه بکنه روی تیل پیس نوع جنس صدا رو تغییر میده. واسه همین شما میتونین کاملا مشخص بکنین که میخواین که آرشه بیشتر به سمت لور استرینگتون باشه یا به سمت قسمت هایی که صدای زیرتر داره و این کاملا صدا رو تغییر میده. قسمت بعدی ما یه مقداری راجع به لفت هنده که میخوام بهتون توضیح بدم که مهمتر از همه ویبراتوه، نه فقط راجع به بحث اکستند تکنیک، روی همه چی مربوط به سازهای ذهنی که میشه ویبراتو خیلی نقش مهمی داره. ما اینجا تکنیک های مختلفی داریم که نوعهای مختلفی هست که شما حتما میتونید از نوازنده بخواین که چی دنبال چه صدایی هستین. یکیش هستش که در واقع خیلی سرعت بالایی باید بخواین، اگه میخواین که صدای در واقع فستی داشته باشه ویبراتوتون، یا اینکه میتونین از نوازنده بخواین که صدای سلوی ویبراتوی سلوی براتون انجام بده. و چیزی که اینجا به هم که مربوط میشه اینه که من اگه بخوام که نرو باشه ویبراتوم و خیلی یعنی فاصله زیادی به هم نداشته باشه باید حتما فست صدا میده، یعنی بخواد اینکه من باید و سلو و وایت هم در واقع برابری میکنم با هم. اگه من بخوام خیلی پهن باشه صدای ویبراتوی که در میارم حتما هم سلو صدا میده. بعد حالا میرسیم به بحث تکنیکیش که ما اینجا سه مدل ویبراتو داریم توی تکنیک ویولون. یکی هستش که فقط شما با انگشتتون ویبراتو میدین، یکی هستش که شما میتونین با مچتون ویبراتو بدین،
یکی دیگه هستش که با کل آرمتون میتونی ویبراتو بدین و اینا رو الان بهتون نشون بدم. وایدو من کل آرمم تکون میخوره و بازم اینجا به خاطر اینکه از نظر فیزیکی من اگه بخوام انگشتمو بذارم و ویبراتو بدم، به خاطر اینکه اون در واقع نوک انگشت من که داره فعالیت میکنه خیلی فضای کوچیکیه نسبت به آرم من صدای خیلی نروتر و سریعتری از توی ویبراتو میگیرم، در صورتی که اگر که بخوام آرمو بدم، چون که ماسل بزرگتری ماهیچه بزرگتری از دستم داره اینوالو میشه، من صدای خیلی پهن‌تر و نروتری رو وایدتری رو میگیرم برای ویبراتویی که دارم انجام میدم. قسمت بعدی در واقع ترومولوه که من قبلش توضیحی دادم ولی الان میخوام راجب تفاوتش بگم با لفت هند و رایت هندی که داریم. یه جایی هستش که مثال شماره اول که اینجا هست که در واقع اینم ترومولو حساب میشه ولی فقط با انگشت، یعنی من با دست چپ هم این کار رو انجام میدم. اگه بخوام اینو بزنم مثلا میزان اول یا مثلا میزان سومی که داریم اینم ایندیکیشن و علامتیه که برای ترومولوی لفت هندمون به حساب میاد. در صورتی که اگر که شما بخواین که با آرشه ترومولو انجام بشه این مدلی نوشته میشه، یعنی باید حتما مشخص بکنیم که چی میخواین. و برای دست راستمون اگر باشه همونجور که قبلش زدم یا یعنی که حالا رو هر سینی هیچ فرقی نمیکنه. این تفاوت دوتا ترومولوی هستش که برای ویولون امکانش هست که اجرا بشه. حالا میرسیم به بحث خیلی بزرگ مثل ویبراتوی گلیساندو که در واقع همون سلاید و سر خوردن روی استرینگ ها میشه، روی سیم ها میشه. یک اولیش که همون نوع معمولیه که هممون شنیدیم که در واقع یا مثلا فرق نمی کنه که کوچیک باشه به وسیله یک پرده باشه یا خیلی بزرگتر باشه فاصله که داریم انجام میدیم. وقتی که یک سیم به وقتی یک نوت به اون یکی نوت رو من وصل میکنم به انگشتم بر نمیدارم که تغییرش بدم میشه گلیساندو یا سلاید. دومین نوعش در واقع با فلاژوله یا هارمونیک هستش که انجامش میدیم که حالا میتونه به این صدا در بیان. این من تاچ نمی کنم استرینگ رو نمیذارم دستم و فقط انگشتم روش هست. و این حالا نوع طبیعی فلاژوله هست که باش گلیس انجام دادیم. نوع دیگهش که در واقع مصنوعی هست که آرتیفیشیال هارمونیک بهش میگیم اینه که من یه انگشتم رو نگه میدارم مثل همون هارمونیک یا فلاژولهی که هممون شنیدیم. من یه انگشت اولم رو باید بذارم روی استرینگ و انگشت چهارمم رو فقط روی استرینگ میذارم. یعنی اگر که مشخص باشه من انگشت اولم تاچ داره میشه، داره قشنگ پرشر وارد میکنه روی سیم ها، ولی انگشت چهارمم به حالت طبیعی گلیس همون هارمونیک در میاد، یعنی من فقط تاچش کردم و همچین صدایی رو به من میده اگه نوع معمولش رو بخوام بزنم. حالا اگه بخوام با این گلیساندو انجام بدم این انگشت اول من تکون نمیخوره، در واقع این میشه حرکت پایه من برای گلیس کردن و این فاصله نباید تغییر کنه. یا مثلا روسیم دی و این پترن چهار تا انگشتی که من دارم برای نوازنده تغییری نمی کنه چون من حتما احتیاج دارم به یه انگشتی که باشه که چهارم باش فاصله بگیرم. بعد میرسیم به نوع چهارم گلیساندو که خیلی زیاد استفاده میشه، در واقع با پیتزیکاتوه. پیتزیکاتو هم که وقتی ما پلاک میکنیم استرینگ رو میکنیم، وقتی که یه انگشت رو بذارم و تلاش بکنم که با دست چپم من سلاید رو انجام بدم میشه پیتزیکاتوی که باش گلیس میکنیم.
بعد جالبیش اینم هستش که هم شما میتونین از بالا برگردین به پایین، هم میتونین از پایین برگردین به بالا. و اینو معمولا توی نوت نویسی با یه فلش نشون میدن، یعنی با یه فلشی که به بالا بزنین میتونین بزنین که اوکی من از اینجا میخوام برگردم به بالا، یا اگه به سمت پایین بزنین، حالا توی نوت قطعه که امروز داریم بهتون نشون میدم، یا یعنی اینکه از بالا برمیگردیم به پایین. اینم بازم بر اساس اونه که دنبال صدای چی میگردین، هر چی که میخواین رو کاملا میتونین مشخص بکنین و صحبت بکنین با نوازنده. به یه تکنیک خیلی فان دیگه که میرسیم، در واقع اسکوراتورا یا اینکه میس تیونینگ هست، که اینو من خیلی دوست دارم که بیشتر ببینم برای کارهای آهنگسازی که دریافت میکنیم، ولی متاسفانه خیلی کم دیده میشه. اولین بار چیزی یعنی جزء اکسترنال تکنیک حساب میشه به خاطر اینکه زیاد ازش استفاده نمیشه و چیز جدیدی نیست که بگم که اخیراً توی قطعاتی که دیدیم از کانتمپری کمپوزرها من دیدم. این اولین بار فکر میکنم اگه اشتباه نکنم توی سال 1585 اجرا شده، یعنی انجام شده، که در واقع هدف اینه که اون سیمای اصلی که ویولون داره که در واقع میلار سوله، این تغییر میکنه. یعنی آهنگساز از شما میخواد که تیون سازتون رو تغییر بدین و به یک سیم، یعنی به یک صدای دیگه درش بیارین بعدش اجرا بکنین. اون اولین بار اون موقع اجرا شده، ولی معروف ترین قطعه‌ای که وجود داره توی رپرتوار ویولون که اینجا نوشتم، در واقع قطعه‌ای که از بیبر برای دوران باروک هست، میستری سوناتا، که توی سال 1676 نوشته شده. این یه مجموعه 15 موومانی از یک قطعه است که بسیار زیباست اگر گوشش بدین. 14 تا از این 15 تا از شما خواسته که تیون سازتون رو عوض بکنین. و اینکه چه شکلی نوشته شده اینجا حالا خیلی ریز هست، ولی اگه دقت بکنین قبل از اینکه قطعه شروع بشه اینجا یه 4 تا نوت نوشته شده که اینجا به شما در واقع میگه که سازتون رو روی چی تون کنین وقتی که میخواین بزنین. یعنی به جای اینکه مثلا میلار سول باشه، توی این قطعه اسپسیفیکلی از شما خواسته که دی جی دی جی کوکش بکنین و اینجا باید حتما مشخصش بکنین که نوازنده از اول شروع بکنه این کار رو انجام دادن. و خیلی جالبه اینه که موومان آخر این قطعه که در واقع اسمش از پاساکالیا، اون باید برگردوننش به تیون اصلی سازتون. و معمولا نوازنده ها کاری که میکنن، چون این موومانو بعد پای سر هم اجرا بشه، دو تا ویولون دارن و وقتی که دارن اجرا میکنن با اون ویولونی که کوکش ها عوض کردن، در واقع اینطوری میشه سیم ها مثل حالت ضرب در اومده، 14 موومانو اجرا میکنن و اون یکی سازشون که به تیون خود ویولون میلار سول هست، قطعه آخر که پاساکالیا هستش رو اجرا میکنن. توی اسکورداتورا یه نکته که خیلی مهمه که باید بهش توجه کرد اینه که شما بدونین که پاسیبیلیتی ساز چیه. یعنی این که همچین امکانی وجود نداره که شما هر جوری که دلتون خواست از نوازنده بخواین که سازش رو تیون بکنه رو هر سیمی، هر صدایی که خودتون خواستین، به خاطر اینکه این خیلی به ساز میتونه صدمه بزنه. در واقع اگه بتونم مثال بگم، اگر که ما سیم بم ویولون، بم ترین سیم ما اگر جی باشه، شما نمیتونین یوهو بخواین که مثلا به ای یا به می مثلا تیون بشه، به خاطر اینکه این به ساز صدمه میزنه. بر همین خیلی مهم اینه که فواصلتون رو کمتر نگه دارید. مثلا همچین چیزی امکان پذیره، من توی یکی از قطعات دیده بودم که اگر جی هست شما جی رو بیاین به دی تیون بکنین، یعنی بیاین به سیم بغلیش و بغلیش هم میتونه دی باشه، بعد ای باشه، بعد ای باشه. این یه رنگ خیلی خاصی رو بهتون میده به خاطر اینکه سیم بنیه ولی ما روی دی تیونش کردیم. این یه رنگ خاصی بهتون میده که با دی اصلی که ویولون داره متفاوته، ولی نمیتونین که یوهو جی رو بیاین مثلا به یه فاصله خیلی زیادی تیون بکنه. و اینی که یوهو همه سیما رو بخواین تغییر بدین، دوباره اینم صدمه میزنه. یعنی باید یه حالت لیمیتدی باشه، ولی امکانش هست که همچون کاری رو انجام بدین. من حالا این تکنیک هایی بودش که جمع‌آوری کرده بودم براتون. حالا میخوام یه کوچولو راجع به اکسپریانس هایی که داشتم با این کمپوزورایی که باشون کار کرده بودم صحبت بکنم که چه کارهایی بهتر انجام نشه وقتی که برای ویولون مینویسین یا هر ساز دیگه ای. ولی الان من حالا راجع به اسپسیفیکلی ویولون میخوام بگم اینه که یه موقعهایی دیده میشه که آهنگسازها از ویولون میخوان که دابل استاپ یا دوبل یا مثلا سه تا نوت رو هم دیگه بخوام بزنن، تریپلت اگه بخوام، تریپل اگه بخوام بزنن،
اگر که توی یه رجیستر ویولون نباشه این خب امکان پذیر نیست اصلا. یعنی بارها شده که توی تمرین‌هایی که ما داشتیم مثلا شده من یه لاین میوزیک رو خط میزنم میگم این اصلا امکان پذیر نیستش که برای ویولون همچین سازی اجرا به همچین نوت‌هایی که شما نوشتین و من اجرا بکنم. این مثلا معمولا برای ساز چلو خوبه یا برای ویولا خوبه، من نمیتونم، تو رجیستر سازم نیست. این نوت های دبل استاپ و تریپلت رو خیلی حواسمون باید باشه که تا چه رنجی برای ویولون می نویسیم. و یه چیز دیگه که به صورت جنرال خیلی به نظر من مهمه اینه که هرچی که ما سوادمون و دانشمون از رپرتوار ویولون از همون اول گرفته، یعنی از دوران واقعا از زمانی که بیبر همین قطعه رو نوشته میستری سوناتا، از زمان باروک تا قرن 20 بعد بیایم ببینیم اوکی حالا الان دارن چیکار میکنن، هرچی دانش ما بیشتر باشه از اینکه پاسیبیلیتی ویولون چی بوده، چه گنجایشی داره، چه پتانسیلی داره که من براش ساز براش قطعه بنویسم، مثل این میمونه که من توزم رو بیشتر میکنم، وسایلی که میخوام مثلا باهاش نقاشی کنم و بیشتر میکنم، پس تابلوی بهتری هم میتونم بکشم بخاطر اینکه وسایل بیشتری دارم، برای اینکه دانش بیشتری دارم از اینکه امکاناتی که من دارم در واقع چیه. الان قطعه‌ای که ما میخواستیم راجبش صحبت بکنیم در واقع قطعه بلاتریکس هست که آقای جفری رایان اینو نوشتن. ایشون یکی از معروف‌ترین آهنگسازایی هستن که کانتمپری محسوب میشن توی کانادا و فوق‌العاده، یعنی حالا الان من راجع به قطعشون با هم صحبت میکنیم و یه مثالی هم دارم که بزنیم. این قطعه بلاتریکس در واقع اسمی هست برای فیمل واریر که نوشتم اینجا، یعنی یک زن جنگجو که جفری رایان اینو نوشته. چیزی که خیلی برای من به عنوان نوازنده که من این قطعه رو گرفتم که اجرا بکنم مهم بود اینه که وقتی که از دید من که نوازنده هستم و آهنگساز نیستم، وقتی یه قطعه رو میگیرم که میخوام روش کار بکنم، یا وقتی قطعاتی هست که آهنگسازاشون در قید حیات هستن و من میخوام اون قطعه رو توی پروگرام کنسرتم بذارم، روشی که من بهش نگاه میکنم که اوکی من از این قطعات کدومشو میخوام انتخاب بکنم به عنوان نوازنده، میرم سمت اون قطعی که واضح‌تر برای من نوشته شده باشه. یعنی در واقع اینو بهتون بگم، آهنگسازی، من آهنگساز اصلا نیستم ولی میدونم که بسیار کار مشکلیه، به خاطر اینکه یه موقع‌ها ما به عنوان انسان وقتی می‌خوایم احساسات خودمونم بیان بکنیم توی زبان مادریمون خیلی کار سختیه، چه برسه به اینکه اون صدایی که توی وجودت هست، اون احساسی که توی وجودت هست رو بخوای به وسیله نوت روی کاغذ بیاری. برای همین وحشتناک کار سختیه و این معمولا یه موقع ها جفت و جور با همدیگه نمیشه. برای همین چیزی که توش خیلی مهمه اینه که من بدونم که ساز ویولون چه امکاناتی داره، رپرتوارش رو بشناسم، بدونم که مثلا به طور مثال دوران باروک اگه باخ سولو ویولون نوشته، مخصوصا سولو رو میگم به خاطر اینکه ما میخوام راجع به پاسیبیلیتی یک ساز صحبت بکنیم، سولوی باخ رو من یه بررسی به عنوان آهنگساز اگه بکنم متوجه میشم که اوکی تو دوران باروک تا چه لولی از اون ساز خواسته شده که این تکنیکا رو اجرا بکنه. بعد میام دوران کلاسیک میبینم اوکی من توی سونات مثلا سولوی فلانکس چه شکلی دیدم که چه تکنیکایی درش استفاده شده. بعد توی دوران رمانتیک میام، بعد میام دوران مدرن. همینطوری وقتی که توی تاریخ بیام جلو خیلی دانش بهتری پیدا میکنم و اینکه نوت نویسی چه شکلی قراره باشه. حالا میرسیم سر این قطعه. این پروگرام نوتی که حالا شما حتما تا الان خوندین بسیار کامل و جامع توضیح داده. به عنوان کسی که من اصلا این قطعه رو تا الان نشنیده بودم و نمیدونستم چی هست و میخواستم برای اولین بار بزنم، اولین چیزی که من بهش نگاه میکنم اون پروگرام نوته که ببینم که اوکی آهنگساز از من چی خواسته، معنی پشت این قطعه چیه، داستان و تاریخی که پشت این قطعه برای مفهومی که اون قطعه برای اون آهنگساز داره چی هست. پس اون پروگرام نوت خیلی نقش مهمی داره که شما اون چیزی که مد نظرتون بوده کاملا توی پروگرام نوتتون بتونین وارد بکنین که راحت بتونین ارتباط برقرار بکنین با نوازنده که قرار قطعه شما رو بزنه. حالا من اینجا از اجرای خودم کاملم نیست ولی توی یوتیوب آپلود کردم که چون میدونستم توی زوم نمیشه اجرا بشه، یه مقدارش رو بشنویم از همین قطعه بلاتریکس. در واقع این قطعه برای ویولون سولوه
ولی جوری که من احساس میکردم اینه که همونجور که اینجام نوشته شده act of theater، یعنی قشنگ تئاتر با کنسرتی که من داشتم اجرا میکردم. یعنی به عنوان نوازنده من نه تنها فقط باید نوتو یاد میگرفتم، بلکه قسمت هایی هستش که من حالا میبینید که باید مثلا فریاد میزدم، باید بعضی جاهایی بودش که باید نفس بلند میکشیدم و تمام اینا از من خواسته شده بود که چه شکلی نفس بگیرم، چه شکلی بازدم بکنم، چه شکلی فریاد بزنم، کجا با نوت فریاد بزنم، کجا بدون نوت فریاد بزنم. حالا اینا رو توی نوتش بررسی میکنیم، ولی در واقع این که پاستچر من روی صحنه چه شکلی بود، این هم خیلی مهم بود و این یکی از چیزایی بود که منو به خودش جذب کرد برای انتخاب این قطعه، بخاطر اینکه کار جدیدی بود. حالا یه ذره بشنویمش. سهو جان ببخشید جان. دیدم که پیمان میخواد سوال کنه، مثل اینکه تو راحت تری که بذاریم سوالا رو آخر سر اگر که امکانش هست. ببخشید من اینو قطع بکنم، اگر نه. امکانش هست ببخشید. که آخر کلاس یه تایمی داشته باشیم. کاملا من یه تایمی رو گذاشتم که برای همه سوال جواب بدم. خواهش می‌کنم. مرسی که گفتید. Oh!
ببخشید که قطع میکنم، نمیخوام وقت بیشتری گرفته بشه، ولی این مثالی بودش که در واقع من از بلاتریکس براتون گذاشتم، اگر که خواستین بیشترش هم هستش available to YouTube. بعد از این میرسیم به قسمت اینکه من کلن، حالا قبل از اینکه تموم بکنیم این بحثمون رو به سوالها برسیم، اینه که من چه در واقع تجربه با کار کردن با ایشون داشتم. این بودش که اولین چیزی که برای من خیلی مهم بود این بود که من خود آقای جفری راین رو یک دفعه هم از نزدیک ندیدم و شاید یک دفعه یا دو دفعه پای تلفن باشون صحبت کردم برای آماده کردن این قطعه ببخشید، و این خیلی نکته مهمی بود به خاطر اینکه توی برنامه شلوغی که همه موزیسین ها ماها همه در کنار هم داریم، شما دنبال قطعه نمیگردین که براتون اونقدر با جزئیات نشون نداده باشه چیزهایی که از شما انتظار داره رو که شما بخواین که هر روز ببینینش یا هر روز باهاش تماس بگیرید. نه شما وقتشو دارین نه اون آهنگساز. برای همین بهترین حالت اینه که تمام چیزهایی که شما دنبالش میگردین، دنبال اون صدا، اون رنگ، اون تکنیکهایی که میخواین رو کاملا مشخص بکنین. حالا چه توی نوتیه که براش نوشتین، چه توی اون پروگرام نوتیه که دارین توضیح میدین. من برای همین قطعه حالا الان اینجا ندارمش، ولی حالا غیر از پروگرام نوت یک صفحه دیگه ای کاملا به نوازنده اختصاص داده بودن که جزء نوت نبود، ولی تمام این توضیحاتی که توی نوت نوشته شده برای من زده بود که اگه من علامت گذاشتم منظورم چیه، اگر که مثلا یه فلش گذاشتم برات به سمت پایین منظورم چیه. تمام اینها برای من مشخص شده بود، مثل یه دایره المعارف، مثل یه واقعا دیکشنری که من هر موقع سوالی داشتم خودم میتونستم برگردم به اون و نگاه بکنم ببینم که جوابم چیه، و خیلی کم پیش میومد که اصلا احتیاج باشه که من با خودشون در تماس باشم. ولی خب میگم، یعنی مهمترین چیز اینه که همه چی مشخص باشه. شما نهایتاً برای مثلا یک بار اجرا کردن اون قطعه برای آهنگساز پیش اون آهنگساز برین که اوکی بگین که اون چیزی که تو دنبالش میگشتی رو من موفق بودم که توی صدای سازم به دست بیارم، و همین. یعنی اینطوری نباید باشه که بارها آدم بتونه طرف مقابلش رو ببینه. این خیلی نکته مهمیه. بعد حالا من نمیدونم، پدرام ظاهرا نیستش اینجا، ما سهراب جان وقت داریم؟ راستش آره، ما قرار بود که یه ساعت داشته باشیم ولی گفتیم که نه اصلا اشکال نداره، اصلا تو ادامه بده. میخواستم زودترم بهت بگم که دیدم یه سری مثال اون بالا باز کردی. اگه دوست داری چیز، یعنی آره نگرانش نباش. عالی. آره چون من میخواستم که برسم به نوت نویسی خود اون بلاتریکس رو میخواستم بازش بکنم که تیکه دیگه با هم بریم جلو، ولی اگر که دوستان سوالی دارن میتونیم مثلا قبلش الان یه سوال و پرسشی داشته باشیم بعدش من نوتو باز بکنم که یادشون هم نره. عالی، هر جوری که چیزه. آره چون که من دارم یاد میگیرم کلی، حیفه. آخی هر جور که شما مایلید، بر من هیچ فرقی نمیکنه. اگه سوالی هست که من جواب بدم، اگه نه که من پیمان یه سوالی داشت بکنم. اوکی اوکی عالی. سلام، خسته نباشین، مرسی. مرسی، قربانت شما، خوشبختم. من یه سوالی داشتم برای نوشتن کوکای تغییر یافته همون اسکالاتورا. ترجیح شما اینه که انتقالی بنویسیم، یعنی انگوش گذاری که انجام میشه، یا اینکه صدایی که از ساز قراره بیاد بیرون؟ چون من یه سری کارها رو دیدم که هر دوتا رو با هم نوشته بودن. یه کوچولو میشه بیشتر توضیح بدین از انتقالی منظورتون؟ آره، مثلا وقتی مثلا سیم، فرضا مثلا سیم اول مثلا می رو ر میزنن، خب مثلا آکوردش ر میشه و بعدا انگوش گذاری، مثلا انگوش اول میشه می، بعدا میشه فا، بعدا میشه سل، ولی اون تو ذهن نوازنده رومیه میشه یه چیز دیگه صدا میده اصلا با کوک ر. متوجه شدین دقیقاً؟ فکر میکنم متوجه شدم. من خودم به شخصه، حالا نوازنده با نوازنده متفاوته، هر چی که باعث بشه که دقیق تر باشه به اون منظور شما و برای نوازنده مشخص باشه، من با اون میرم جلو. یعنی اگر که اسکورداتورا فکر میکنین که اوکی اگه بگیم به نوازنده که اینجا باید کوک سازش عوض بشه، اگر که این براش کانفیوزینگ نیست و براش راحت تره، خب اون کار میکنیم.
ولی اگه فکر میکنید من داشتم یه سری قطعاتی که گرفتم که در واقع تغییر میکرده اون نوت و کوکو نمیخواستن لزوما عوض بشه و اون خیلی گیج کننده بوده برای من شخصا، در صورتی که ولی اگه کوک سازو بگین که عوض بشه، خب حالا اون دیگه بستگی به نوازنده داره که بخواد حالا یه ساز دیگه همراهش بیاره، یا اگه فرصتی یا سکوتی قبلش هست میتونه کلا کوک سازو عوض بکنه. من نمیدونم جواب سوال شما رو دادم یا نه. بله تا حدودی فهمیدم، خواستم بهتر بپرسم. بگم وقتی که ما کوکو تغییر میدیم، خب انگشتایی که هر صدای ازشون بیرون میاد با حالت استاندارد فرق میکنه دیگه. او متوجه شدم، الان متوجه شدم سوال شما رو. من فکر با حالت استاندارد بله فرق میکنه. میتونین که اسم نوتو بنویسین، ولی چیزی که اینجا خیلی مهمه اون انگشت گذاریه. انگشت گذاری تمام، مثلا بگین شماره یک الان انگشت اوله، بعد دو، بعد سه، بعد چهار. وقتی انگشت گذاری باشه، حتی اگر اون نوت برای نوازنده آشنا نیست به خاطر اینکه سیم ساز عوض شده، باید به طریق انگشت گذاری میتونه بره جلو. انگشت گذاری براش کاملا مشخص میکنه که شما منظورتون چه نوتیه. اون یه تیکه رو دقیق همه انگشت گذاریاشو من پیشنهاد میکنم که بذارین. مرسی. خواهش میکنم. سوال دیگه ای دوستان دارن؟ سلام. سلام سرج. منم یه سوال داشتم. ما برای ویبراتو هایی که میخوایم بنویسیم، تکنیکاش رو لازم خودمون هم بنویسیم، یعنی که فقط بنویسیم چه نوع ویبراتو میخوایم اون نوازنده انتخاب کنه و چه تکنیکی باید اجرا کنه؟ نوازنده خودش انتخاب میکنه که با چه تکنیکی اجرا بکنه. و حالا میگم خونه آخرش هم اینطوریه که شما وقتی که با هم یعنی همدیگر میبینین، نوازنده میتونه برای شما اجرا بکنه با تکنیک های متفاوت، هر کدوم که به اون صدایی که شما مد نظرتون بود نزدیکتر بود با اون تکنیک اجرا میکنه. ولی این که یه سری جاها خب من دیدم که آهنگسازا خیلی صدای خاصی رو میخوان از ویبراتو، مثلا میگن که این حتما باید تون زده بشه یا حتما میخوان که کند زده بشه، خیلی صدای گرم و مثلا پهن‌تری رو به ما از نظر لرزش صدا بده. اونجور جاها میتونید مشخص بکنین، ولی میگم اون دیگه تکنیکش کاملا با نوازنده است. مرسی مامان. خواهش میکنم. درست، منم یه سوال داشتم. خواهش میکنم بفرمایید. مرسی از توضیحات خیلی خوبتون، ممنون. خواهش میکنم. سوالم اینه که قسمتی که شما روی بریج رو توضیح دادین، آشاری که روی بریج میکشین، ما میتونیم صدای چهار تا سیم آزاد داشته باشیم یا دست چپ هم میتونه صدا رو تغییر بده وقتی روی بریج میکشیم، یا اصلا دست ما نیست که چه اتفاق میفته؟ نه، دست شما کاملا هست. وقتی که دقیق مشخص بکنین توی نوتتون که میخواین که دست چپ هم باشه یا نه، اون موقع کاملا دیگه شما خواستتون رو گفتین. یعنی که هم میشه که بدون دست چپ روی بریج زده بشه رو هر کدوم از سیم ها، یا اینکه ممکنه شما بخواین که دو تا سیم با هم روی خرک زده باشه، کاملا اوکیه. یا سه تاش باشه یا چهار تاش باشه یا حتی به صورت کورد باشه. همه کارهایی که با آرشه معمولی روی جای معمولی انجام دادیم میتونیم روی خرکم انجام بدیم. شما دست چپ هم میتونین اضافه بکنین کاملا. یه بار امکانش هست؟ بله حتما حتما. اون مدلی که اول گفتم بهتون اینه که من روی خرک اگر که بخوام بذارم، الان رو سیم ایه، تنها رو سیم ای ترومبولو میتونم بزنم، میتونم تنوتو بزنم. حالا اگه بخوام اینو بیارم رو سیم A، دوباره امکانشو دارم. D دوباره جدا میتونم بزنم. G دوباره میتونم. و تو همه اینا من دست چپمو نذاشته بودم. حالا اگه بخوام دست چپم هم داشته باشم، نوت مثلا باشه رو سیم E، نوت اولام که میشه F شارپ. بذارم من تنوتو بزنم. یا اگه بخوام رو سیم A بزنم، D، G، یا اینکه کلن اگه بخوام روی سیم E و A با هم بزنم، دوتا نوتم گرفتم با لفتن. یا اینکه بخوام رو سیم D و A بزنم، مثلا حالا سه تا نوتو گرفتم، دو تا نوتو یعنی رو سیم A D و رو سیم D E رو گرفتم. دوباره رو سیم G و D،
همه چی امکان داره. بسیاری داره که شما دقیقاً صدایی که میخواین بزنین تو ذهنتون هست چه صدایی هست. ولی کلاً طبق تجربه چیزهایی که بیشتر نوشته شده دست چپ معمولاً زیاد نبوده، ولی کاملاً میتونید این کار رو انجام بدین. بعد یه سوال داشتم راجع به اون دمپینگه که دست چپتون رو میذارین، بیشتر انگار صداش هارمونیک میشه، یعنی دمپر انگار شبیه همون هارمونیک عمل میکنه، درسته؟ تقریبا، ولی هارمونیک یه مقداری انگار صدای واضح تری داره به خاطر اینکه جلوی رزونانت ساس گرفته نشده، انگار صدای باز تری داره. این یه مقداری صدای گرفته تریه، انگار که مثلا میوت گذاشتین روی ساز و دارین هارمونیک میزنین. آها. یعنی یه چیزی جلوشو گرفته. بله. تو براشینگ یا نمیدونم تکنیک دیگه ما میتونیم چیزی نزدیکتر به وایت نویز داشته باشیم، یعنی صدای پیچ خیلی کم باشه. ببینیم مثلا اسکرچ خیلی خوب خشنه، ولی درسته. ما یه چیز لطیف ملایم تری که پیچ نداشته باشه روی سیم ها میتونیم داشته باشیم، یا باید فقط بدنه استفاده کنیم مثلا همچین چیزی؟ نه، من فکر میکنم که در صورتی که شما دست چپتون، یعنی جایی که نوت قرار میگیره روی گریفتون، اگر که چون به وسیله اونه که صدا به وجود میاد دیگه، حالا با آرشهی که استکاک ایجاد میکنه، اگر که با دست چپ از نوازنده بخواین که صدای سازو بگیره، یعنی حتی حالا یعنی یه وسیلهی استفاده بکنه، حالا مثلا پارچه چیزیه، اصلا مسئله نیست این چیزا، میتونه مثلا روی لفت هند قرار بده و بعد دستشو بذاره روش و بعد مثلا با آرشه استفاده بکنه که صدای لطیفتری به شما بده و آرشه هم داره میکشه جایی که صدای لطیفی به شما بده و صدایی هم نمیاد به خاطر اینکه یه پارچه گذاشته شده یا اینکه حالا مثلا با دست کامل دمپ شده. آها آها. ببخشید من سوالام داره زیاد میشه. خواهش میکنم بفرمایید. نه خواهش میکنم. نمیدونم چقدر اجازه دارم بپرسم. نه خواهش میکنم. هر چی سوال دارین. اینکه اسکرچ میتونه تغییر پیچ حدودی داشته باشه، یعنی اینکه ما رنگای مختلف اسکرچ میتونیم داشته باشیم؟ منظورتون از اسکرچ اینه که روی خرک زده بشه؟ راستش دقیق نمیدونم، ولی یه صدای خیلی انگار فشار با پرشر خیلی زیاد آرشه رو سیما آره نزدیک خرک فکر میکنم میذارن، یه صدای اینجوری صدا. آره دقیق، سول پونتی چلویه که بهتون گفتم که فشار بیشتری از دست راسته، یعنی که چون توی ویولون وسیله‌ای که نوازنده داره که صدا را نظر داینامیکی تغییر بده، هرچی نزدیکتر به خرک باشه شما صدای بیشتر و قوی‌تری رو می‌گیرین، هرچی نزدیکتر به فینگر بورد باشه از نظر تکنیک سازی میگم صدای لطیف‌تری رو می‌گیرین و وقت بهترین صدای مثلا حالت میدیوم تورم وسط این دوتا قسمت هست. بله. حالا شما میتونین که صدای خیلی قوی‌تری رو بگیرین با اینکه آرشه رو بیارین نزدیک خرک، حتی شده برای اسکرچ کردن روی خرک، یعنی خیلی نزدیک به خرک، خیلی نزدیک، یعنی در واقع تاچش هم بکنه، و اینکه میتونین که دست چپ هم اضافه بکنین و هر چی که فشار دست راست و الو بیشتر باشه روی ساز اون صدا بیشتر اسکرچ میکنه. آها میشه یه مثال اجرا کنیم؟ بله. مثلا از مورد بم بیاییم به زیر با اسکرچ چطوری تغییر میکنه؟ اسکرچ اگه بذارم ببینید الان این شاید من باید بگم فریکشن، منظورم خیلی استکاک زیاده روی سیم. استکاک زیاد پس میشه با فشار خیلی زیاد، یعنی که من یه دور بهتون بزنم بینیم شما همین سوالتون. خب این در واقع انقدر باید بنویسین که فشار انقدر باشه که در واقع چوب هم به آرشه به سیم بخوره، یعنی که من جوری که دارم میزنم انقدر دارم با دست راستم فشار میارم که در واقع این دوتا قسمت به هم دیگه میرسه روی سترینگ. آها. یعنی هم از صدای سترینگ میاد که به موهای آرشه خورده، هم چوب آرشه. آها. بعد این زیرو بمی توش مشخص میشه؟
زیرو بمی، خب اسکرچی که دارین انجام میدین اگه رو سیم بم من این کار بکنم صدای بمتری بهتون میده از نظر همون اسکرچی که میخواین، هرچی بیام زیرتر بزنم اگه همون کار رو انجام بدم خب صدای زیرتری میده، یعنی مثلا میشه ولی بیشترین چیزی که نوشته میشه برای ساز اینه که شما رو سیم بم پتانسیل بیشتری داره برای اینکه اون فریکشنی که شما دنبالش هستین رو بهتون بده، یعنی میتونید مثلا روی زیر از همون سولپونتی چلو استفاده بکنین که گفتم که کاملا روی خرک زده میشه. بله بله، مرسی، خیلی ممنون. من بازم سوال دارم، حالا بعدا اگر که فرصت بود میپرسم. من فقط خواستم یه سوالی از یلدا جان بکنم که ما برنامه اون عوض شده، اشکالی نداره یا کمی عقب افتاده؟ نه خواهش میکنم، به نظرتون امروز میرسیم که اصلا در مورد کلارینت هم صحبت کنیم؟ فکر کنم که یعنی مشکل نداریم چون که داریم ضبط میکنیم، کسی هم اگر اگر یهو وقتش تموم بشه مثلا بخواد بره میتونه، برای تو اگر چه جوری هستش. نه نه مسئله نداره، من خودم یه سوال دیگه از سبا داشتم، این که تو خیلی مهربانانه داری در مورد همه این تکنیکا که خیلی ساز و عجیب غریب داری باش برخورد میکنی صحبت میکنی، یه موقع خیلی خوب میشه بگی کدوم یکی از این تکنیک ها خیلی را دست نوازنده نیست که زیاد ازش استفاده بشه یا به سازش ممکنه لطمه بزنه، یه کمی اینو اگه جدا کنی این تکنیک هایی که متداول تره تا اونایی که به ساز آسیب میزنه، من خودم مشتاقم که بدونم چی به چیه. حتما، من یه کوچولو توضیح دادم، اینایی که من جمع آوری کردم در واقع تکنیک هاییه که توی نرم و قطعات اجرا میشه، یعنی اینو که همه میتونن انجام بدن، یعنی از اونجایی که شما فقط توضیح داده باشین که اوکی چه چیزهایی هستش که من دنبالش میگردم، همه این چیزهایی که من گفتم کاملا همشون امکان داره، فقط تنها چیزی که خودم هم گفتم که ممکنه صدمه به ساز بزنه یکی همون کلگنوه که آرشه رو اگه با چوب بزنین چوب آرشه خب خراب میشه، یعنی معمولا نوازنده از یه آرشه خیلی ارزون استفاده میکنن برای زدن کلگنو وقتی میخوان بزنن، حالا با تکنیک های مختلفش، یکی همون اسکورداتورا بود که گفتم که وقتی میخواین سیما عوض بکنین به ساز صدمه میزنه، یعنی باید حتما با یه فاصله خیلی نزدیک به اون چیزی که میلار سول هست تغییر سیمو بدین که خب ساز خراب نشه، چون نوازنده انجام نمیدن اگه که بیشتر بهشون بگین. در واقع این دو تا از میون این چیزی که من گفتم همش امکان پذیره، فقط بعد سر کلگنو حواسشون باشه و سر همون اسکورداتورا. توی یه انسامبلی داریم میزنیم، هر وقت این چلیستمون به بارتوک به بارتوک فیتسیکاتو میرسه دادش در میاد، میگه سیمام داغون شد ولم کنین، واسه همین فکر میکردم اونم جز به همین هست. نه ببین، بارتوک پیتسیکاتو وقتی که خب برمیگرد اگه توی آنسامبل باشه که مثلا یه چند نفری داریم با همدیگه ساز میزنیم، خب اون باز برمیگرده به بالانس صدا، یعنی یه جوری باشه به نوازنده های دیگه هم بستگی داره، میدونی اگر که نوازنده های دیگه خیلی دارن قوی اجرا میکنن و یه نفر چلوه که هی باید خودشو فشار بیاره به سازش که بتونه اون صدا رو در بیاره، آره خب مسلما صدمه میزنه، ولی اگر که بالانس صدای اون آنسامبل یه جوری باشه که همه به اندازه که باید صدای سازشون هست، به هیچ کسی هم تنها فشار نمیاد، یعنی اون رزونانت سازو کاملا انجام میده، چون بارتوک خودش خیلی از چیزایی که نوشته فقط پیتسیکاتو، یعنی اصلا یه موومنت کلا آرشه ها اصلا نیست، یعنی همه دارن با پیتسیکاتو ساز میزنن و به هیچ سازی هم صدمه ای نمیزنه. مرسی، خواهش میکنم. خب الان کسی دیگه سوالی اگر نداره، ما یه توضیح کوچیکی هم راجع به بلاتریکس تو نوتش بگم که بعد به یلدا هم برسه بقیه راجب کلارینت هم صحبت کنیم. سوالی نیست؟ خب خیلی هم عالی. شما هنوز سکرین منو دارین درسته؟ عالی. خب این در واقع نوتیه که از آقای جفری رایان هست که بهتون توضیح دادم همین قطعه که شنیدین. من یه سری جاهاشو میخوام بهتون نشون بدم که چقدر دقیق مشخص شده برای نوازنده از اون ایده‌ای که خودشون داشتن، واسه همینم هم بود که ما فقط با دوتا تلفنی کارمون را افتاد، بخاطر اینکه هیچ دیگه همه چی توی نوت بود. حالا غیر از اون پروگرام نوتی که گفتم و غیر از اون توضیحات تکنیکی که گفتم که توی یه صفحه دیگه مثل دارتو معرف داده بودن،
چیزی که الان اینجا داره میبینیم که اوکی اول قطعه اگه شنیدین من باید یه دادی میزدم و برای من پارت پایین پارتی که باید ساز بزنم و پارت بالا دقیقا جاییه که من باید حالا آواز بخونم و نفس بگیرم، همه اونجاها نوشته شده. و اینجا که دارین میبینیم اینه که من با یک نگاه اگه برداشت بکنم که من تا حالا این قطعه رو نزدم توی عمرم، وقتی که اولین باره که دارم به این نگاه میکنم میبینم که اوکی اگر که با یک نگاه به این میزان متوجه میشم اوکی پس من الان نبساز بزنم، فرماتم برام مشخص شده، یعنی هیچ عجله‌ای نیست برای اجرا کردن این دادی که من باید بزنم، پس کاملا مشخصه. بعد میام میبینم که اوکی اینجا یه عدد 1 و 2 برای من گذاشته، مثل واقعا کتاب واسه من. ببخشید ما پرزنتیشن تو میبینیم نه نوتا رو. اوه اوکی، پس بذارین من یه دور استاپ کنم بعد دوباره. الان درسته؟ عالی. خب من داشتم راجع به این میزان اول صحبت میکردم که خب خیلی واضح برای من نوشته که پارت ویولون من فرماتا داره، سکوت من وقت دارم و اینجا هم به اندازه که بخوام با فرماتایی که دارم میتونم اون واژه‌ای که قشنگ ها که گفته رو انجام بدم. بعد اولین چیزی که نگاه میکنم میبینم که این عدد 1 و 2 که بر من گذاشته 100% یک توضیحی میخواد راجع به این قسمت به من بده. میام پایین صفحه میبینم که دقیقا همینطوره، یعنی با شماره 1 به من توضیح داده که پیچی که من دارم توش میخونم اصلا مهم نیست، فقط مهم اینه که اون در واقع اون شیپ و اون شکلی که من دارم با ویولونم انجام میدم، با لاینی که دارم میدم و باید فالو بکنه، دنبال بکنه. و اینجاش خیلی برای من جالب بود که وقتی مینویسه که پرفورمرت، یعنی حالا نوازنده ویولون، حالا هر کسی که هست باید احساس راحتی بکنه که امتحان بکنه، اون در واقع دیدگاه خودش هم توی این اضافه بکنه، این یکی از بهترین چیزاییه که میتونه یه آهنگساز به نوازنده هدیه بده، به خاطر اینکه شما یه دستی هم باز میذارین برای نوازنده که خودش هم خلاقیتش رو استفاده بکنه، خودش هم کاری که میخواد انجام بده رو انگار اجازه بهش میدین که قسمتی از قطعه شما باشه و این باعث میشه که اجرا با اجرا متفاوت باشه. یعنی من سوا اگه این قطعه رو میزنم با یه نفر دیگه که اینو میزنه تو این قسمتاشه که اجرای من خاص میشه و اجرای اون هم خاص میشه. بعد میام قسمت دومش که در واقع قسمت دوم زمانی که من باید اون آخر دادم رو باید بزنم و اینجا هیچ نوتی نذاشته دیگه. من میدونم که خب حالا تو هر رجیستری که خودم صدام راحت بود میتونم این کار رو انجام بدم و میام ببینم چه توضیحی از به من داده. میاد میگه که قشنگ باید با فشار من هوایی که توی دهنم مونده از اون دادی که زدم و باید حالا خارج بکنم، از یعنی کاملا اون هوا از دیافراگم من، یعنی در این حد به من با جزئیات توضیح داده که من کاملا اون هوا از دیافراگم باید خارج بشه، که بعد این هوایی که داره از دهن من خارج میشه با این آهی که دارم میگم بلافاصله شروعیه که ساز من برای اولین بار داره میزنه توی این قطعه، در واقع یه دوئتی من با سازم. و بعد که این کار دارم انجام میدم میام میبینیم که اوکی خیلی عالی به من اینجا گفته خب نوتا چیه، چه کارا باید بکنم، از نظر آرشه گذاری حتی به من این اجازه رو داده که میگه هر چقدر دلت خواست آرشه بکش تا جایی که بتونی دقیقاً همونجور که شما همراه سهرجان اسمتون رو نمیدونم سوالو پرسیدین، که اینه که اوکی من اینجا کاملا میتونم برای اینکه صدای ساز خیلی اینتنس باشه هر چقدر دلم میخواد آرشه بکشم. بعد که میایم اینجا میرسیم به اولین باریه که من اون نفس‌ها رو باید بکشم. اینجا حتی به من داینامیک داده، یعنی به من گفته که اون نفس من باید حتما فورتیسیمو باشه، یعنی در این حد جزئیات. بعد به من گفته که حتی وقتی که من نفس میگیرم به اندازه یه دیکرشندو خیلی کوچیک سر همش باید باشه، چه نفس گرفتنم چه بازدمم. همه اینا حالا تو هیچ نوتی نیست، فقط خواسته که چیکار باید بکنیم. بعد میام قسمت لاین پایین، اون بالا دیگه من سکوت دارم، دوباره اینجا به من گفته که نفس باید بگیرم. بعد دوباره این قسمت حالا نوت‌هایی که باید زده بشه. اون گلیساندوی که من بهتون یه توضیحی دادم اینجا کاملا نوشته شده ولی با نوت دوبل. وقتی با نوت دوبل مینویسه اینجا خیلی مهمه که برای نوازنده بنویسین که از کدوم نوتتون می‌خواید که اون گلیساندو انجام بشه. من اینجا کاملا برام مشخصه که از نوت 2 که این پایین هست تا لاب مول از من خواسته، به خاطر اینکه این به این وصل شده.
و یه ذره میایم پایین‌تر میرسیم به یک چیز جدیدی که اینجا هست، اینه که اینجا رو اگه نگاه بکنین اینو میبینین چه شکلی نوشته. این خیلی جالبه، این به من در واقع میگه که با چه روند سرعتی من باید این 6 تا نوتو بزنم. وقتی که اینا به هم چسبیده و پررنگه، یعنی میخواد که من از اینا سری بگذرم و بیشتر زمان رو بذارم روی اینا که زیرش بازه. یعنی من این فرصت رو دارم کاملا که روی این نوت‌های سی شارپ و ای و جی بیشتر تایم بذارم تا این نوت‌های بالایی. و وقتی که میرسم کاملا اینجا برای من گفته که اوکی، حالا که رو این دوتا نوت دوبل من موندم، دوباره اون فریادی که من اول قطعه زده بودم نوشته، نگاه کنین دوباره از بیفور، یعنی تمام اون توضیحاتی که به من داده بود دوباره میگه، یعنی این همون باید باشه، دوباره توضیحاتو ننوشته، فقط نوشته از بیفور. بعد اینجا میرسیم به همون ترمولوی که فقط با آرشه هست که بهتون نشون دادم خواسته. و این ترومولو هم توی اون گلیساندو که اسلاید هست باید ادامه پیدا بکنه تا برسه به این. اینا دوباره همون گلیساندوهایی که گفتم، این علامتیه که سولپونتیچلو از من خواسته، یعنی نزدیک خرک باید اینو بزنم. داینامیک پیانو سیمو از من خواسته، یعنی که من با یعنی خیلی داینامیک پایینی دارم میزنم، یعنی فشار دست راست من که روی آرش روی استرینگ هست فشار زیادی نیست، ولی دارم روی خرک تقریبا میزنم که اون صدای شیشه‌ای رو به من بده. وقتی که میرسیم به اینجا، به خاطر این که برای من اگه دقیق بکنی نوشته نو گلیساندو، یعنی اصلا لازم نبود حتی در این حد به من توضیح بده، ولی بازم داده، چون که این شکل از پترن ریتمی من قبلا داشتم و گلیساندو توش نوشته بود، چون این دفعه نمیخواد حتما برای من نوشته که یه وقت اشتباه برای نوازنده به وجود نیاد که اینم مثل قبلی هست. بعد میرسیم میرم دوباره به سولپونتیچلوی که اینجا توضیح دادم، میایم لاین پایینی که اینجا کلن برای آواز من هیچی ندارم، هیچ فریادی هیچ چیزی نباید بزنم تا اینجا که اولین نوتیه که من با پیچ باید بخونم، یعنی از من دقیقا خواسته که من توی لابمول بخونم او بخونم. و اینجا رو میخواستم این نکتهی بهتون بگم و نوشته که سینگ، نکتهی که اینجا وجود داره، دوباره اولا که یه عدد 4 گذاشته که اون پایین برای من یه یاد داشته گذاشته که حالا اینجا نیفتاده، ولی یاد داشته که هستش اینه که نوعی که من میخوام بخونم توی پیانو، این خیلی مهمه که این در واقع نوتی که گذاشته از نظر سولفژی یه جایی هستش که میدونه من میتونم پسش بر بیام. چرا؟ به خاطر اینکه اگه دقت بکنین نوتی که من داشتم رو سازم میزدم لابمول بوده قبلش، یعنی اگر از من میخواست اینجا مثلا من یه نوت خیلی بالا بخونم، این یه چیزی بود که حتی میتونست غیر ممکن بشه برای نوازنده، به خاطر اینکه وسط این همه پیچیدگی وقتی که نوازنده داره ساز میزنه امکانش خیلی زیاده که نتونه اون بالا رو یهو پیدا بکنه از نظر پیچ، برای اینکه داره کلی کار دیگه انجام میده. بر همین اینو یه ذره راحت کرده برای نوازنده، خواسته که دقیقا همون A flat یا لابمولی که من اینجا داشتم و بخونم، و نظر سولفژی خیلی راحته انجام دادنش. بعد میرسیم اینو برای من نگه داشته، هیچ تغییری توی لابمول من نیست، من همزمان خیلی کار راحتی دارم انجام میدم، دارم میخونم. و اینم دوباره مثل همون تکنیکی که گفتم، یعنی به من میگه که اینجا رو سری 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 بزن و یواش یواش کندش کن، یواش یواش کندش کن، این باید کندترین نقطه من باشه از این نوتهایی که دارم میزنم. و این بالا اینم دوباره یک اضافه توضیح دادنه که به من داره میگه، یعنی گیج نشو، ریتمی که باید بزنی از اینجا به بعد مثل یه سفید نقطه داره، از اینجا به قبلش هم مثل یه سفید میمونه به اندازه ریتمی. حالا میونه این دوتا بیتی که دوتا ضربی که من برای این دارم و 3 ضربی که برای این دارم، من دیگه دست خودمه من این رو چشکی جا بدم. حالا من اینجا دوباره چون که کندتر شده به همون اندازه نوت، و من اینجا دارم یه مقداری کندتر میزنم، برای همین شده 3 ضرب به جای 2 ضرب. و حالا اینا همه دوباره ادامه داره. اینجا از من دوباره خواسته که سلاید انجام بدم، دوباره اینجا به من توضیح داده که ترومولو نمیخواد انجام بدم. بعد میرسیم به پایین، از این گلیسونده های خیلی کوچیک 1 پرده ای از من خواسته که انجام بدم. بعد نوشته که حتی چه شکلی خیلی ظریف زده بشه، و از من این علامت ها رو گذاشته که یعنی رو سیم 3 بزن، یعنی رو سیم دی.
و با عددهای رومی معمولا مشخص میکنن که رو کدوم سیما میخواییم بزنین. یک دو سه چهار رو با عدد رومی مینویسن که پایین نوت ها مینویسن. اینا دوباره ادامه داره تا میرسیم به مثل همون داد زدن اولی که من انجام دادم، دوباره همون با حالتیه که هست. و خیلی جالبه که اینجا برای من اکسنت گذاشته، قبلا نبود. این اکسنتی که برای من اینجا گذاشته، من میدونم که روی اون های اولی که باید بکشم باید یه در واقع ضربه ای بزنم و بعد ادامه میدم و اینجا دوباره همون هوایی که باید خارج بشه. و یه چیزی که اینجا هست اینه که اگه دقت بکنید این نوت، این چیز ضبطدری که اینجا برای من در واقع گذاشته با این ضبطدر، میبینین جاش فرق میکنه. این یه ذره بالاتره، این یه ذره پایینتره. این در واقع داره به نوازنده میگه که این یه ذره توی رجیستر بالاتر ساز باید زده بشه. حالا هر، یعنی ببخشید آوازتون، هر جا که هستین میخواین بخونین یه ذره صدای زیرتری باید باشه، و حالا که میاد پایینتر صدای بمتری میخواد ازتون. یعنی وقتی شما، من با یه نگاه به این میفهمم که من این هاهایی که دارم میگم، میدونم که این صدای زیرتریه، این صدای پایینتریه. و یک چیزی که خیلی جالب توی در واقع اون دایرت و معارفی که من داده بود، اون یک صفحه‌ای که اوکی چه کارهای بعد انجام بدی زده، حتی برای خانوم ها و آقایون متفاوته. چون این فیمیل واریر هست، خانومی که داره اینو اجرا میکنه، اگر خانوم هستین دارین اجراش میکنین، کاملا با صدای خودتون اگر انجام بدین صدای زیری هست و اوکیه که تو همین رجیستر معمول خودتون انجامش بدین. ولی اگه آقا هستین، چون صدای اصولا بمتری دارین، لطفا توی یه رجیستر بالاترتون اینو داد بزنین. یعنی تا این حد مشخص شده. بعد میایم میبینیم که اوکی، حالا اینجا دوباره مثل همون انجام شده و زیرش خیلی نوت ها مشخصه برای نوازنده، میدونه که تو چه رجستری باید بزنه، چیا رو نگه داره. از نظر آرتیکولیشن من میدونم که اینا همش اکسنت داره، هیچ چیزی غیر واضح در واقع نیست. بعد که اینجا شده یک لاین، خیلی جالب برای من زده که اینجا من صدای دیگه وجود نداره. برای من زده که خب پس الان که یه لاین شد، بدون که فقط باید ساز بزنی. و اینجا دوباره همه چی مشخص شده. حالا این آرشه گذاری بوده که من خودم انجام دادم، از من نخواسته بود، ولی من بر اساس حالا اون تکنیکی که میخواستم خودم آرشه ها رو تغییر دادم. میایم میرسیم به اینجا. اگه دقت بکنین دوباره این علامت چهار یونانی رو رومی رو گذاشته برای من، که من میدونم که باید، و فلش زده. من حالا به طریق همون نوتایی که بر من نوشته بود میدونم که تمام این سکشن باید روی سیم جی انجام بشه. یعنی من همه اینا رو سیم جی میمونم چون برام نوشته. و میام بذاره پایین تر، میرسم به این قسمت که حتی به من گفته که اینا آرتیکولیشنش تنوتوه، یه ذره باید نرمتر بیشتر کانکتد باشه این چهار تا ری که من باید بزنم. و بعد میرسیم به این قسمتی که میبینم که اوکی، حالا من یه سری گلیساندوی دیگه خیلی کوچیکی باید انجام بدم، که حالا نیم پرده نیم پرده دونه دونه هفت استپ اومده پایین و به من دوباره این فرصت پوکوریتاردان داده که آروم آروم برسم به اینجایی که از من دقیقا سرعت اون سلاید یا گلیساندو رو از من خواسته. یعنی قشنگ گفته که این دفعه سلو انجام میدی. و میرسم به این قسمت که باز واضحه. میدونم که از اینجا اگه دقت بکنید من هنوز اینجا سکوت دارم. یعنی اون قسمتی که من باید آواز بخونم یا نفس بگیرم، این قسمت کاملا حذف شده. یعنی من اینجا ندارم چیزی، ولی چند تا میزان خالی به من داده که وقتی که من دارم اینو اجرا میکنم، از اینجا در واقع من یه آمادگی دارم که بدونم چند میزان بعدی من قراره که دوباره صدام اضافه بشه به قطعه. در واقع یه علامت انگار هوشداری هستش که اوکی، حواست باشه که داره اون قسمت نزدیک میشه. وگرنه خودش خیلی راحت میتونست از اینجا که من باید نفس بگیرم لاین قبلی رو اضافه بکنه، ولی این کار نکرده. اومده چند تا میزان خالی به من داده که من به عنوان نوازنده بدونم که چه اتفاقی داره میفته. بعد که حالا اینجا به من گفته دوباره نفس بگیر، اگه دقت بکنین توی پرانتز برام دوباره نوشته که باید ریلکس تر نسبت به قبل این کار رو انجام بدم. چون همونطور که حالا توی قطعه شنیدیم، این قسمت وسط قطعه یه مقداری آرومتره. یعنی اون کسی که داشته جنگ میکرده اینجا یه مقداری آرومتره نسبت به اولش، واسه همینم به من گفته که ذره ریلکس تر باشم. بعد که میرسم به این، دوباره نفس بازدممو انجام دادم و اینجا میگه دیگه ناثینگ، یعنی دیگه هیچی اینجا صدا نباید باشه.
دیکرشندو هم داده که یهویی صدا قطع نشه، صدا کم میشه. و میرسم به اینجا، دوباره اینا دوباره به من دوباره چند تا میزان خالی داده، بعد دوباره گفته که اوکی اینجا دیگه صدات نیست. یعنی در واقع اینا یهویی اتفاق نمیفته که سورپرایز باشه برای نوازنده. بعد میرسیم به این قسمت که دوباره اینا کاملا مشخصه و اینا هی یه ذره که فواصلش اومده پایین، مثل یه خنده تلخیه که توی حالا صدای ساز خیلی جالبه که بکنم شنیدیمش. اینا میاد پایین و حالا دوباره فواصلش کاملا مشخصه همه چی اینجا، فقط سازم هست که حالا میرسیم به، میبینید همون سوالی که سحر پرسید راجب ویبراتو اینجا برای من کاملا مشخص کرده. نگاه کن روی نوت اول برای من نوشتن که نو ویبراتو، اینو وی گذاشته که من بدونم که روی نوت اول من هیچ ویبراتوی نباید بدم، ولی بعد یه فلش زده، بعد حالا از من خواسته که مولتو ویبراتو. مولتو ویبراتو هم یعنی باید صدا زیاد بشه و ویبراتو هم حتی نوعشو به من گفته که من چه نوع ویبراتوی باید، چه نوع لرزش صدایی براش ایجاد بکنم. تند خواسته، not wide، یعنی در این حد دیتیل. و دوباره حالا اسلاید هایی هستش که اومده دوباره اینا همش مشخصه که توضیح دادیم. میرسه به سولتاستوی که توی تکنیکای آرش من گفتم از من خواسته و میک سنس میکنه به خاطر اینکه توی پیانو سیمو از من خواسته که این کار رو بکنم. میام سر پیتسیکاتوی که اینجا من خواسته، پیتسیکاتو گلیس pluck first note only، یعنی حتی به من گفته که من اگه دارم این پیتیکاتو سلایدو انجام میدم فقط این نوت اوله که من این کار باهاش انجام میدم، بقیهش کاری ندارم. و بعد میرسم به این قسمتی که خیلی جالب هستش که یه اشاره کوچیکی کردم اول لکچر، اینه که من این پیتیکاتوی که دارم انجام میدم، من این آپشن رو داشتم که از بالا به پایین هم این کار بکنم، ولی از من خواسته که از نوت پایینی به بالا برم. برای همین هم هستش که این فلش رو برای من گذاشته. من به عنوان نوازنده برام کاملا این میزان واضحه، هیچ سوالی ندارم راجبش بپرسم، میدونم که از این نوت پایینی باید شروع بکنم تک به تک این پیتسیکاتو ها رو. بعد میرسیم به این که اینها چی برای من، برای این طبق همون ترومولای لفت هنده که بهتون نشون دادم، یعنی من دست راستم کار خودشو میکنه ولی دست چپ همه که هی عوض میکنه. و اینجا حتی برای من جای آرشرم گفته که من اینو کجا بزنم به ترتیب و داینامیکش کاملا مشخصه که من دارم وقتی میزنم یه ذره برم بالا دوباره بیام پایین. میرسیم به قسمتی که دوباره به من دو میزان خالی داده، پس من میدونم که قراره که دوباره یه چیز آوازی اضافه بشه. میرسم به اینجا که همون مثل مثال قبله اینجا به من میگه که از قبلش یه هم میگم بعد به مم که رسید با ایو میخونم. دوباره مثل قبلش که بهتون گفتم برای نوازنده سولفجشو راحت کرده، به خاطر اینه که من وقتی دارم اینجا بی فلات میزنم یا سی بمول میزنم برای من کاری نداره از نظر سولفش که ایو پیدا بکنم، لا رو بزنم، ولی اگر اینو خیلی بالاتر میذاشت برای من خیلی سخت بود که بخوام این کار رو انجام بدم و حتی ممکن بود دست موفقیت آمیز نباشه. و وقتی که دوباره میزنم دوباره ساز من اضافه میشه، دوباره اینجا خیلی راحت به من گفته که حالا رباتو هست، خیلی آزادتر هست. و وقتی که میرسم به اینجا دوباره میدونم که یه نفسی میگیرم، بعد باید بگم و سر اول نوت من باید یه اکسنتی باشه، دوباره ایو ادامه میدم. دوباره میاد تا اینجا که به من میگه که open to ah without break، یعنی من میدونم که صدای سازم، صدای ببخشید آوازم باید هیچ نفسگیری توش نباشه تا اینجا که من آهو میگم و اینجا مثل نفس جارم جا، یعنی در واقع مثل خواننده با من برخورد کرده و نوازنده، یعنی من اینجا میدونم که وقتی اینجا دارم نفس میگیرم انقدر نفس بزرگی باید بگیرم که جا داشته باشم تمام اینجاها رو با همون آوازی که میخوام برم. و اینجا تنها جایی که من الان دوباره بعدش اجازه دارم نفس بگیرم، چون اگه اینجا نفس بگیرم خراب شده. و میرسم به اینجا که دوباره مثل قبله، بعد حالا اون نوتو داری نگه میداری ولی زیرش این اتفاق داره میفته. اینم دوباره از اون مثال هاست که نفس گیریم باید حواسم بهش باشه، به خاطر اینکه میدونم که من تا آخر اینجا اجازه نفس گرفتن ندارم، ولی حالا توی این سکوت یه نفس بزرگ میگیرم بدونم اوکی حالا اینجا باید برم، این یه جایی به من داده.
بعد میرسم به این قسمت که دوباره خواستی زر تونتر بشه و حالا اینم دوباره از نظر سولفجی برای من راحته چون من قبلش دوباره ای زدم. میام جلو و بعد از ای بیو خوندن هیچ کاری برای من نداره. بعد دیرو خوندن هیچ کاری نداره. اینا هم حالا قیافه شد اینجا یه ذره خیلی سخت باشه ولی اونقدر سخت نیست که رو راست باشم. بعدش اینجا رو که بخوایم بزنیم دوباره از همون تکنیک استفاده کرده میایم جلو میرسه به قسمتی که واقعا مثل نقطه اوجش میمونه که دوباره همه چی انگار جنگ شروع شده، خیلی شلوغ شده. به من گفته که صدا از من نمیخواد ولی میدونم که از اینجا باید توندش بکنم میوزیکو و خیلی بعد خشن اجرا بشه و بعد میام یه اکتاو بالاتر و اینجا فورتسیمو بعدش دوباره اینطوری و اینجا در واقع نقطه اوجیه که از تا حالا با هم دیدیم. بعد این ستا میزان یکی از سخت‌ترین ستا میزانه بود که من تو تاریخ زندگیم واقعا زدم روی ساز، به خاطر اینکه هم از من همه کار باید میکردی به جز آواز خوندن و داد زدن، همه چی ازت خواسته و این همش مشخصه، یعنی هم از آرشه ریکوشه از من خواسته که روی اینها بزنم، بعد از من خواسته که من اینجا رو یه سلایدی باید بکنم به هارمونیک، بعد ادامه میاد رو سیم دومم باید حتما اینو بزنم، بعدش میام اینجا میبینم که پیتسیکاتویی که باید با لفت هند انجام بدم، یعنی با دست راست نمیخواد و حالا تمپوش هم واقعا بالاست و بعد دوباره اینجا از من خواسته آرکو باشه، یعنی رو هوا و آسمون و رو زمین باید بدونی که کجا آرشه رو میذاری، کجا داری پیتسیکاتو انجام میدی، دوباره از تو گلیساندو خواسته، بعد میای دوباره گلیساندو خواسته، آرکو خواسته، هارمونیک کلاژوله طبیعی ازت خواسته، بعدش باید پلاک بکنی استرینگو دوباره. بعد که به اینجا میرسیم اینجا به من گفته حتی کجای آرشه من اینو بذارم، دهیل خواسته، خیلی راف خواسته صدا باشه و رو همش اکسنت گذاشته و یوها هم شده فورتیسیمو و دوباره از من خواسته که رو سیم چهار رو من بزنم، با اینکه من این آپشن رو داشتم که این نوتو به جای اینکه من بیام روی سیم سومم که سیم دی هست بذارمش، از من خواسته که رو سیم چهار رو میره بزنم، این صدای خیلی خشنتری به من میده با توجه به اکسنت هایم که به من خواسته. بعد حالا گفته اینجا اجازه داری که بری رو سیم سوم که بخوام اینا رو بزنم، بعد اینا یونیسون صدا میده، حالا هارمونی که هم دیگه ان کوارتر نوت، اینها همش خیلی واضحه برای نوازنده. میرسه به آخراش که دیگه اینا دوباره اکسنت اینا همش خیلی واضحه نظر اینکه کجای ساز من اینا رو بزنم، میاد دوباره گلیساندو میرسیم به همه اینها تا میرسه به این قسمت که به من خواسته که من این کوردو بزنم. ولی یه چیز جالب بهتون بگم، این برای من کاملا مشخص کرده که اینو من باید با آرشه چپم بزنم، یعنی معمولا ما کاری که میکنیم به عنوان ویولونیست میایم تا کورد چهار ستایی میبینیم با دامبومون یا با آرشه راستمون میزنیم، ولی این از من خواسته که با آرشه آبو بزنم. بعد این یه حالتی بودش که اون صدایی که من میخواستم به من نمیداد به وسیله این دوتا میزان قبلی، که من وقتی ازشون پرسیدم کاملا اوکی بود که بعد با دامبو بزنم، یعنی اینجور مواقع نوازنده وظیفشه که بپرسه، وقتی که واضح شده که بعد با آبو بزنی اگه دیدی نمیشه باید بپرسی از آهنگساز. و دوباره اینو خواستش که من اینو بیارم رو آرشه راست، دوباره اینو از من خواسته بود که حتما آبو بزنم، دوباره آبو بزنم، میاد دوباره همینطور تا میرسه، اینا همش واضحه از نظر نوت نویسی، میرسه از من ترومولو خواسته، میاد میدونم بعد چه کار بکنم. بعد دیگه وقتی میرسه به اینجا نوشته که نوت پایینیت رو سیم دیه، من نوت بالاییت روی سیم جیه، سیم آخرته، و حتی کرکترش رو من گفته که چه شکلی باید باشه. وقتی که من میرسم دوباره سلاید های بزرگ دارم، گلیساندو دارم، اینا همش خیلی صدای خشنی باید بده. میاد میدونم که از اینجا دیگه چون دارم میرسم به آخرای قطعه، یواش یواش دیگه باید چیزش بکنم، ریتاراندو میکنم. میرسم به اینجا که دیگه دوباره یه فضای خیلی آرومیه، کاملا برام مشخصه اینها همش مثل نوتریسی معمولیه، یعنی بیشتر اکسندد نیست. بعد اینا اسلایداییه که بین اینها کوچیک کوچیک ایجاد شده. بعد میرسم به این که من اینجا ببینید نوشتم ویبراتو علامت سوال، به خاطر اینکه می‌خواستم ازشون بپرسم، به خاطر اینکه وقتی که از هیچ چی شروع شده اگه من ویبراتو اینجا میدادم اینجا صدا رو بیشتر میکرد و
دقیقا مخالف کاریه که آهنگساز از من خواسته. برای همین خواسته بودم بپرسم که اینجاش میتونم که در واقع ویبراتو اضافه بکنم، که بعد از اینجا به بعد اوکی بود، ولی اولش اصلا نباید ویبراتو میدادم. میرسه به اینجا و ادامه پیدا میکنه و اینجا اولین جاییه که من هارمونیک مصنوعی دارم، در واقع فلاجله مصنوعی از من خواسته که من انگشت همون اولم رو روی نوت ها میذارم، همطوری چهار تا چهار تا میرم بالا. و اینم دوباره از همون پیتیکاتویه که از من خواسته که از پایین به بالا انجامش بدم. دوباره همون فلاجوله، دوباره همون اکستند تکنیکی که بهتون گفتم، فلاجولهیه که باهاش گلیساندو انجام میشه. اینطوری مینویسیمش. دوباره این مشخص شده پیتیکاتو. بعد حالا از من تریل خواسته که تریلمو، این خیلی جالبه که وقتی دارم میزنمش حتما نوته و بعد با هارمونیک انجام بشه. اینم اینجا به من توضیح داده که چه شکلی بزنم و وقتی بخوام اینو بزنمش در واقع من جی رو میگیرم. اگه بخوام مثلا تریل معمولی بدم اینطوری میشد، ولی چون این از من خواسته که با اون فلاژوله انجام بدم اینطوریه و بعدش میشه اگه نگاه بکنی نوشته نان تریل هیر، پس میشه بعد دوباره میدونم که بعد پیتزیکاتوی اونطوری انجام بدم. دوباره از قسمت بعدش اینجام دوباره این همونه، از من تریلی خواسته که با هارمونیک مصنوعی بکنم. بعد میرسه به اینجا به لفت هند ترمولو میرسه، به من گفته که سرعتشو بیشتر بکنم. بعدش میکنه به تریل، بعد نوشته که وقتی که داری تریل انجام میدی اون گلیساندو رو انجام بده ببرو بالا. و اینجا هیچ نوتی نیست، میبینین یه علامت حالت مثلث طور گذاشته ولی به من توضیح داده که چیکار کنم، پس من تکلیفم مشخصه. گفته که هر چقدر که میتونی نوت بالا روی سیم سومت انجام بده، پس این دیگه کاملا مشخصه، هیچ سوالی درش نیست. این قسمت هم دوباره به من یه دوتا میزان خالی داده که من بتونم اینجا بخونم و آماده بشم در واقع. از اینجا میرسیم به اینجا که کاملا مشخصه اینجا هیچ وایسی درش نیست. میاد دوباره همون کارهایی که قبلا توضیح دادم، از همون سلایت ها و دبل استاپ ها. دوباره اینجا به من یه میزان خالی داده، من میدونم چه شکلی قضیه، بعد پیتزیکاتو بزنم به علاوه این که اون سی شارپ رو بخونم. دوباره بهتون میگم اینجا هیچ کاری برای من نظر سولفج نداره، چون من آردی سیم دی دارم میزنم و سی شارپ ازش خوندم فاصله زیادی نیست. دوباره اینجا هم همینطور پیتزیکاتو انجام میشه و این دفعه دوباره اون میگم با همون نوت. اینجا هم همینطور یه دیکه‌ای به من آرکو میده، ولی برای من کاملا امکان پذیره که این کار سخت رو انجام بدم، به خاطر اینکه من اینجا یه سکوتی دارم که آرشه رو بذارم و بعد بخونم بعد دوباره بردارم که بتونم این پیتزیکاتو رو انجام بدم. خیلی با برنامه ریزیه، خیلی دقیق و ریاضیوار نوشته شده این قضیه. و بعد میایم اینجا که صفحه آخره، میدونم که دیگه وایسی ندارم و این ترومول هایی که بعد انجام بشه و این دوباره به نوت های خیلی تندی میرسه میاد دوباره از همون گلیساندو ها، دوباره ایندیکیشن هایی که خیلی واضح به من گفته که چه صدایی از من میخواد. میرسم به تمام این هایی که اینجا خیلی جالب به من گفته سلاید و ترومول هایی که بعد انجام بدم، که یه دیگه خیلی سخت بود از نظر اینکه صداشو بتونی در بیاری، یعنی صدای تمیزی بده. و بعد میرسیم دوباره اینا همونطوری، اینجا یه دونه میزان سکوت دارم که آماده بشم که بتونم ترومولو بزنم. و میرسه به اینجا که دوباره اینجا برای من کاملا گفته که وقتی که من اینو دارم، اگه به قبلش نگاه بکنید، من وقتی دارم اینو میزنم این خیلی جای بالایی روی ویولونه و من برای اینکه این صدای بالا رو در بیارم تقریبا رفتم سمت قسمت بالای آرشه و این حتی به این فکر کرده که من اینجا فرصتی ندارم، پس اینا رو همه رو آبو میزنم، همه این کوردا رو من دارم آبو میزنم و این دوباره برمیدارم دوباره آبو میزنم، دوباره برمیدارم دوباره آبو میزنم، چون این به من این فرصت رو میده که اون فشار رو من سر هر یه دونه کورد بتونم وارد بکنم که بتونه داینامیک من توی این بمونه، در واقع اون فشار صدای ساز در میاد. بعد دوباره اینا رو انجام میده تا اینجا که یه دونه گلیساندو خیلی گنده هست که به این دوتا نوتای بالا برسیم و دوباره از همون نوت به نوت بالاتر. این تمام قطعه بلاتریکس بود که تجربهشو داشتم من اجرا بکنم.
خیلی تجربه خوبی بود. همونجوری که هم دیدین همه چی کاملا مشخص شده بود، یعنی کل پوینت پرزنتیشن امروز من این بودش که ازتون بخوام، حالا تکنیکا رو که دونه دونه گفتم که چیا هست، ازتون بخوام که اگر که مثلا برای هر سازی می‌نویسیم واقعا باید دقیق همه چی رو از نوازنده بخوایم، هر چیزی که توی ذهنمون هست بالاخره یک ساین یک چیزی پیدا بکنیم، حالا پروگرام نوت یا همون دایره معرفی که گفتم، هر چیزی که هست رو برای نوازنده جدا بذاریم که اون فرصت داشته باشه، یعنی بدون اینکه فرض بکنه که قرار نیست دیگه هیچ وقت نوازنده رو ببینید، نوتو بهش دادیم و اون دیگه خودش باید در بیاره، پس همین باید همه چی مشخص باشه. حالا اگه کسی سوالی چیزی داره باشم میشم شما. من یه سوال میتونم بپرسم؟ بله حتما. مرسی از توضیحاتتون، خیلی خوب بود. خواهش میکنم. ما اگر که یه جای مثلا یه صدای رو نوشتیم که چجوری اجرا کنم و یه چیزی توی ذهنمون هست که این صدا شبیه مثلا باید به این باشه، این کمک میکنه که ما مثلا توضیح بدیم صدای چه چیزی رو میخوایم یا نیازی نیست به این کار؟ کاملا کاملا، خیلی این خیلی ایده خیلی خوبیه که انجامش اگر بدین برای نوازندم خیلی راحت تره که بفهمه چی تو سرتون بوده. ببخش من یه سوال داشتم توی میز اولین که من مسعود هستم چون اشاره کردیم. توی میزان 87 یه اکسلراندو داشتین، حالا نام دقیقا 87 بود یا خطی بود که با میزان 87 شروع میشد؟ درسته. یه اکسلراندو داشتین و بعد یه ریتار. شما براتون راحت تر بود اون اکسلراندو رو مشخص میکرد که تا چه سرعتی اکسلراندو بشه بعد ریتارد بشه، یا نه اینجوری آزادترین راحتترین؟ شما اینجا رو میگین؟ 87؟ این 87 خب ببخشید سوالتون یه بار دیگه. تمپویی که اکسلراندو باید بهش برسه رو مشخص نکرده، ولی ریتاردو مشخص کرده که تا 60 بیاد. حالا اینکه تا کجا اکسلراندو بشه شما راحت‌ترین مشخص بشه، یا اینکه اینجوری آزادترین که تا جایی که ترجیح میدین ببرین بالا؟ نظر اگه بخوام خیلی آنست بگم اینجا به خاطر اینکه خیلی سخته نظر تکنیکی، اگر شما دقیقاً هم بنویسین که تا چقدر میخواین سرعت رو ببرین بالا، اگه تمپو خیلی بالایی بخواین ممکنه که یه ذره سخت بشه برای نوازنده، ولی اینجا برای من ننوشته که دقیقاً به چه تمپوی میخواد ببره، میگه که خیلی مهم اینه که از قبلش هر چیزی که شروع کردی اینجا خیلی بتونتر باشه و بعدش هم بتونم برسونمش به 60. حالا میگم هر چیزی که توی بالانس این باشه، یعنی یه چیزی هم نباشه که از نظر ساختاری اگه شما اینجا رو خیلی تند بکنین بعد یهو بخواید برسونینش به 60، اینم یهو خیلی تفاوت زیادیه، انگار دو تا قطعه متفاوتن. ولی اگر که برای نوازنده مشخص بکنید اونم خب عالیه، اونم میشه که نوازنده خب مترونومو میذاره میدونه که باید تا کجا ببره سرعتو، این دوتاش کاملا اوکیه. این یه ذره دست نوازنده رو کلا توی این قطعه بازم گذاشته با تمام استراکچری که وجود داره، ولی دست نوازنده بازه. بعد ببخشید این برداشت که رو به پایین آرشه زدن از رو به بالا قوی تره، این هنوز هستش یا اینکه دیگه الان تفاوتی نمیکنه؟ از نظر خب ساختاری که آرشه ساخته شده، به خاطر اینکه این پایین از خب فلز استفاده شده، چرم استفاده شده، همه چوب بزرگتری هست این قسمت، خب این قسمت طبیعیه که سنگین تره نسبت به بالای آرشه، و هرچی سنگین تر باشه شما صدای بزرگتر میتونین به دست بیارین، چون یه ذره وزن بزنین خب صدا بزرگتر میشه. این هست، ولی میگم اگر نوازنده خب تواناییشو داشته باشه خیلی راحته که توی بالای آرشم بتونه صدای قوی به دست بیاره، چون اینجا اگه دقت کنی یه جایی بودش که یه عالمه آخر قطعه آبو گذاشته بود که از بالا بعد میزدی، ولی کورد بود و داینامیک فورتیسیمو داشت. بله. بعد یه سوالی که دابل استاپ روی هارمونیک ممکنه؟ روی هارمونیکا؟ بله، بستگی داره باز چی بنویسین. مثلا اگر که A باشه و D باشه که بخوایم مثلا طبیعی بزنین کاملا میشه، یه ذره انگشت بیشتر آدم رو دو تا سیم میذاره و کاملا میتونین بزنین. بعد گلیسش هم میشه داد همون؟ آره کاملا درست. باشه مرسی، خواهش میکنم. من فقط بپرم وسط بگم هلوهوش یک دقیقه دیگه وقت داریم تا عالی. من
من یه سوال داشتم. خواهش میکنم. توی میزان 8 فکر کنم بود که گفتی که برای نوتای اول زمان کمتر داری بعد زمان بیشتر داری یا؟ آره. چون که آخه اون پایینم نوشته slow to fast بعد من یه همچین چیزی رو مثلا توی لاخمانم دیده بودم، بعد مثلا یه جوری بود که از مثلا باید از چنگ شروع میکرد به سلا چنگ ختم میکرد، بعد یه همچین شکلی کشیده بود، یعنی مثلا اولیش میشد چنگ، آخریش مثلا میشد سلا چنگ، بعد اسلو تو فست میشد. بعد چجوری میتونی زمان بیشتر داشته باشی ولی تندتر بزنیش؟ نه ببین، کاری که باید کرد در واقع توی خود همون زمانی که تو برای این داری میتونی اون تغییر رو بده، یعنی در واقع این 3-4 عوض نمیشه، این 3-4 همونه، یعنی من این نوت اینجا رو همون دوتا ضرب میکشم، من اینجا دوست. یه ضرب دارم ولی اون یه ضرب رو تغییر میدم. یعنی چیه؟ یعنی اگه من میخوام اینا خیلی دقیق زده بشه دادا 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 که مثلا بشه یه دونه ضرب، چیکار میکنم؟ میگم که اوکی من اینجا رو یه ذره اسلوتر میرم، اینجا رو یه ذره بیشتر تایم میبرم. یعنی داره استراکچر همون یه دونه بیتی که من باید بزنم که دقیق باشه، حالا اون 6 تا نوت بخواد صدا بده، اونا رو تغییر میده. من میدونم که خب خیلی مطالب زیاد بود. اگر که کسی سوالی چیزی داشت، ایمیل من ایمیل رو نوشته بودم، اینستاگرام من جواب میدم، هر چی که باشه از من سوال بپرسین، کاملا اوکی. بسیار عالی، خیلی ممنون، دست درد نکنه صبا جون. خواهش میکنم، خیلی لکچر عالی بود. به حال هر کسی هم سوال داشت باز آره صبا ایمیلش رو من توی گوگل کلاس روم هم مینویسم. خیلی ممنون، دست در نکنه. خب میریم سراغ گست لکچر شماره 2، یلدا احسانی، نوازنده کلارینت. خیلی خوش اومدی، دست در نکنه و میتونی الان لکچر شروع. سلام میکنم به همتون. من اول بگم که یک کمی با تکنولوژی مشکل دارم، واسه همین من نتونستم راهی پیدا کنم که نوتا رو بهتون نشون بدم و اولین باره که اصلا از زوم استفاده میکنم. ولی در کل اینکه من خب نزدیک 15 سالیه دارم کلارینت میزنم، دانشگاه تهران نوازندگی کلارینت خوندم و هر سالم مستر کلاس های مختلفی میرم، اتریش و آلمان و هلند رفتم. و اینکه در طول موقعی که نوازندگی میکردم همیشه یکی از دغدغه هام این بوده که با آهنگسازا ارتباط داشته باشم، مخصوصا از این نظر که توی ایران خیلی کم آهنگسازا این ساز ما رو میشناسن و همیشه مثلا به نظر میرسه که خب یه سری ساز بادی هستن که خواستن، اگه که خوب باشه خوبن، ولی اینا چرا همیشه نق میزنن، میگن فلان چیز سخته، سخت نیست. و این ارتباط بین آهنگساز و نوازنده اینقدر چیز کمیه که من یکی از دغدغه هام این بوده که آهنگسازا بشناسن اصلا ساختار این سازو. در نتیجه من این تجربه رو داشتم که چه وقتی توی دانشگاه با آقای صاحب نسق کلاس داشتیم، یکی از کارهایی که می کردیم این بود که اصلا سازشناسی و با بچه های آهنگسازی کار می کردیم که یکم ببخشید از زنبور و پایین گربه من اومده و نمیذاره که من توضیح خب یکی از چیزایی که مهمه اینه که ساختار کلی این ساز رو معرفی کنیم به آهنگسازا که یکم آشتی کنن با این ساز. واسه همین من ترجیحم اینه که این توضیح رو به شما هم بدم که با این ساختار کلی ساز اول آشنا بشیم. خب این که کلارینت ساز بادی چوبیه و این که این ساز از 5 قسمت تشکیل شده
الان صدای منو دارین؟ این پنج قسمت هستن، تشکیل شده از سر ساز، گلویی ساز، قسمت بالایی بدنه، قسمت پایینی بدنه و بوقک ساز. و اینکه این شکلی که الان ازش میبینین که انقدر کلید داره و اینا، اینجوری نبوده اولا و خیلی کلیدای کمتری داشته. الان اینجوری شده که هی سوراخ‌های مختلفی توش ایجاد کردن و یه مکانیزم پیچیده که این باعث شده که ما با 10 تا انگشتمون بتونیم از حدود 27 تا سوراخ اینا فکر کنم استفاده کنیم. یعنی مکانیزمش خیلی پیچیده است. همینم باعث شده که دست ما خیلی باز باشه توی اینکه صداهای مختلفی بتونیم از ساز بگیریم. و اینکه کل این ساز صداش در نمیاد اگر که این آنش بهش وصل نباشه. و این آنش هم همینطور که میبینین برای کلارینت یه دونه رمیش تک زبانه‌ایه. مثلا برای اوبوا و فاگوت دو تا قسمت نیه که به هم وصل میشن، تهشون به هم وصل میشه، سر ساز قرار میگیرن. کلارینت یه دونه نیه مثل حالت یه تخت است، واسه همین بهش میگیم تک زبانه ای. و اینکه خب هیچ صدای ساز در نمیاد اگه این نباشه، ولی اما اگه این باشه ولی بقیه ساز نباشه صداش در میاد. واسه همین حالا من گاهی دیدم که مثلا از این قابلیت این سازم استفاده میکنن که حتی تیک‌های مختلفش هم در بیارن واسه اینکه صداش متفاوت باشه. خب این که از قسمت‌های ساز در مورد رجیسترش بگم بهتون. رجیستر این ساز از می پایین دو وسط هست تا حدود دو اکتاف بالاتر از اون خیلی سختم بزنی یه بار براتون بزنم بعد بهتون میگم تیکه تیکه رجیسترشو. تا این لا میزنن، لای بالای پنج خط حامل یه اکتاف هم بالاترش، اون تا اونجا کاربردیشه که میزنن. وسعت خیلی زیادی داره. حالا تیکه های مختلفش، به نظرم دونستن تیکه های مختلفش واسه آهنگسازا خیلی مهمه، به خاطر اینکه هر کدوم کاراکتر خاص خودشو داره. اینجوری نیست که بگیم یه مدل صداست که حالا زیرو بم میشه. گستره بمترین گسترش اسمش هست شالومه، که در واقع اون کلارینت اولیه‌ای هم که ساخته شده توی تاریخ موسیقی به این نام معروف بوده، که میشه از می پایین دو وسط تا سی بمول که خط روی خط سومه. صداش یه مقداری گرفته، میشه گفت بمه و گرده، و وقتی مثلا توی یک آنسامبلی ازش استفاده میکنیم صدای قابلیت اینو داره که حل بشه توی بقیه قسمت ها و یه کاراکتر خیلی سولیستیکی نداره. البته که استفاده میکنن واسه سولان، ولی خب کاراکتر کلیش یه صدایی که حل میشه. حالا از سی که رو خط سومه تا دوی که بالای پنجمی خط حامله این اسمش هست کلاریون. این رجیستر رجیستریه که خیلی شفافه، یه کمی صداش تیز شده ولی شفافه و خیلی قابلیت سولیستیک داره. واسه همین چون که هم شفافه هم هنوز اونقدری بالا نرفته که هارمونیکاشو از دست بده، واسه همین خیلی وقتا
وقتی میخوان صدای کلارین دقیقاً شنیده بشه از این رجیستر استفاده میکنن. از دوی که بالای پنجمین خط حامل به بالا میگن که تایب دو بالاتر میره، ولی واقعا من چیزی که زدم تا حالا لا بیشتر نزدم. این لا، این قسمت اسمش هست آلتیسیمو و این که زدنش سخته به دلیل این که اگه بخوام یه توضیح کلی بدم، این ساز این ستیکه رو که داره، تیکه پایینیش رو وقتی داریم میزنیم هارمونیکای بیشتری داریم میشنویم همزمان با نوتای بم. هرچی میریم به رجیستر بالاتر این هارمونیکا کمتر میشه، اما هنوزم هست. اما از آلتیسیمو به بالا دیگه هیچ هارمونیکی نیست، همون هارمونیکایی که ما بین نوتا میشنویم در واقع یه دونه از اون بالاییاشو داریم میزنیم و هیچ کدوم از این زیریا نیست. واسه همین صداش هم سخت در میاد، همین که کوکش خیلی وقتا دقیق نیست و اینکه به شرایط مختلف ممکنه صداش بد و خوب بشه، واسه اینه که واسه همین خیلی نمیشه روش حساب کرد. ولی خب اگه راستشو بخواین توی نوتا تا سول بالا رو خیلی هم زیاد می نویسن. این که از رجیسترش و اینکه خب کلارینت ساز انتقالیه و بیشترین کلارینت هایی که ازش استفاده میشه متداول ترینشون سی بموله. بعد از اون توی ارکسترا از کلارینت لا خیلی استفاده میکنن، یعنی یه نوازنده کلارینت استاندارد ارکستری باید این دوتا ساز رو داشته باشه وگرنه به مشکل برمیخوره، چون نصف کمتر رپرتوار ارکستر با کلارینت لا هم هست. از اواسط قرن 19 هم باس کلارینت هم جزء سازهای خیلی پرطرفدار میشه و ازش زیاد استفاده میکنن و براش نوتای زیادی هست. و اینکه ساز می بمول، کلارینت می بمول، من خودم صداشو خیلی دوست ندارم ولی هست و اگه کسی بخواد که یه صدای خیلی زیر باشه ولی ماهیت کلارینت داشته باشه، به جای اینکه تو رجیستر بالا بنویسه میتونه برای کلارینت می بمول از اول بنویسه. اینجوری صداش زیرتره، اصلا لازم نیست که نوازنده خودش رو بکشه هی نوتای بالا بزنه. خب این که خاصیت رنگی سازهای مختلف کلارینت و این که دو مدل کلارینت زدن کلن خیلی مرسومه، یکی استایل جرمن، یکی هم استایل بوهمیان، بوهم سیستم، که کلارینت من بوهم سیستمه ولی مثلا توی آلمان و اتریش با کلارینت سیستم جرمن میزنن. اگه بخوام فرقشو بگم که بعدن اگه میخواین اجرای گوش کنین بشنوین، کلارینت جرمن خیلی صدای هوادار و حجیمی داره ولی انگار یکم انعطافش کمتره، برعکس بوهم اینجوریه که یکم صداش میشه گفت نازکتره ولی انگار راحت میتونه، انگار چابکتره برعکس. خب این که از کلیاتی که من در مورد این ساز میتونستم اطلاعاتی بدم. قبل از این که بخوام چیزایی براتون بزنم، از اینا سوالی داره کسی از این چیزایی که گفتم؟ بویا که نه. خیلی خوب، پس حالا بریم یک کمی در مورد تکنیک‌های ساز. بله بله. که ما از قبل باید از نوازنده بپرسیم که کلارینتش جرمنه یا بوهمیانه، یعنی خیلی تاثیرگذاره. نه اینو من صرفا توضیح دادم که بدونین، وگرنه نه، به احتمال 99% نوازنده که ما ایرانیا باهاش کار داریم جرمن نمیزنه. آها، ولی اگر که بزنه یعنی توی نوت نویسیش تاثیر داره، تکنیکی هست که با این بشه با اون نشه؟ نه، در مورد این رنگ صدا و اینا که گفتیم باید کلن از نوازنده بپرسین چه امکاناتی داره،
میدونین یعنی در مورد جنس صدایی که میخواین قطع داشته باشه میتونین حرف بزنین با نوازنده، یه نوازنده ممکنه سه تا سر ساز داشته باشه که هر کدوم یه جوری باشه مثلا صدای سر سازش، واسه همین میتونین باهاش در مورد اینکه چه رنگی میخواین داشته باشه قطعه صحبت کنین. مرسی. خواهش میکنم. حالا بریم یه کمی در مورد تکنیکایی که این ساز داره بگیم. یکی این که یه تکنیکی که من خیلی دوست دارم توی قطعه هایی که با آهنگسازا همیشه در موردش حرف میزنیم اینه که توی نوتای مدرن در مورد جنس صدایی که میخواد آهنگساز بشنوه حرف میزنیم، ولی مثلا ما وقتی داریم قطعه رومانتیک میزنیم یا کلاسیک میزنیم این به اختیار خودمونه که چی کار بکنیم، در مورد این دقیقا صحبتی نشده. یکی از چیزهایی که تو کلارینت و احتمالاً همه سازهای بادی چوبی مرسومه اینه که صدای هوادار به جای صدای پیور و خالص نوت داشته باشیم. یکی از تکنیکا اینه که اصلا با صدای هوا شروع بکنیم، بعد برسونیم صدا رو به ترفیقی از هوا و نوت و بعد به نوت خالص برسونیمش که من براتون اجرا میکنم. مثلا روی نوت و برعکسش، نمیدونم اینجا داره صدای هوا شنیده میشه یا نه، ولی کلن این سوالیه که همیشه برا من هست که مثلا تو تالار رودکی رفتیم من دارم میپرسم که تو سانچک میپرسم این صدای داره شنیده میشه و همه میگن بله شنیده میشه، انگار فقط خود نوازنده حسش نمی کنه. خیلی متداوله این قضیه که این کارو بکنن. و یکی از تکنیک های دیگه کلارینت که خیلی پرطرفدار در جهان زدن مولتیفونیکه. مولتیفونیک خیلی بستگی به تجربه خود نوازنده، مدل سازی که نوازنده میزنه و همه قطعاتش با هم داره و یه چیزی که خیلی عجیبه به آکوستیک اطراف هم ربط داره. یعنی تا حالا شده که چیزی که من ضبط میکنم مثلا توی یه سالونی که مثلا خوب صدا داره توش منعکس میشه خیلی راحت در میاد، میرم توی یه مثلا جایی که میخوام ضبط کنم مثلا یه ددرومیه که هیچی مثلا صدا بر نمیگرده، حالا مولتیفونیک هم سخت میشه، اینه که خیلی روش نمیشه حساب کرد. چیزیه که خیلی افکت خوبی میده، حالا براتون میزنم میشنوین، افکت خوبیه ولی خیلی هم روش نمیشه حساب کرد که به یه آهنگسازی بگیم که دستت بازه هزار تا مولتیفونیک بنویس مثلا برات نوازنده میزنه تو کنسرت و مشکل پیش نمیاد. مولتیفونیک رو من نمیدونم تعریفش رو میدونیم یا نه هممون. اگه کلیت بخوام بگم اینه که یه جایی از ساز رو داریم ازش استفاده میکنیم که دو تا نوتی که هارمونیکن همزمان صدای جفتشون با هم در بیاد. مثلا من الان با همین انگوش گذاری اول با لبم یه کاری کردم که صدای مولتیفونیک دراد، بعد یه هایی یه نوتی که خالص بود و صداشو ایجاد کردم. و مولتیفونیک ها خیلی زیادن. من فکر کنم یه سایت داره کلارینت مولتیفونیکس یه همچین اسمیه که اون تو خیلی مثال های زیادی هست، ولی واقعیت اینه که خیلی مولتیفونیک زیاده. یعنی از اون سایت فراترم کتاب هایی در موردش هست که چه مولتیفونیک هایی هست و اگه کسی
بخواد اونا رو پیدا کنه، پیشنهاد من همیشه به همه دوستای آهنگسازم این بوده که تو چیزی که میخوای خودت پیدا کن، ولی چند تا آلترناتیو بذار براش، بعد بیام من برات میزنم. همیشه واسه مولتیفونیکا میان سراغ من، براشون میزنم ببینم کدومشون صداشون راحت در میاد و اینجوری قطعشون قابل اجرا میشه. مثلا تا حالا 3-4 بار این کارو کردیم با بچه‌ها. اینجوری نیست که یه دونه قطعی پیدا کنن بگن همینو بزن، یکمی باید دست نوازنده رو باز گذاشت سرش. یکی دیگه از تکنیکایی که تو کلارینت میزنن گلیساندوه، ولی چیزی که مهمه اینه که گلیساندو رو به پایین توی این ساز خیلی سخته، یعنی باید همیشه رو به بالا باشه. و اینکه من خودم به شخصه با اینکه آدمی نیستم که خیلی تجربه‌ام کم باشه تو نوازندگی، ولی بیشتر از مثلا فاصله یه پرده گلیساندو نمیزنم، سخته برا من حداقل، شاید چون معلمی نداشتم، همش رو تجربی یاد گرفتم. شاید یه دلیلش اینه که برداشتن این اهرما آروم راحت تره تا گذاشتنش، واسه همینه که به پایینش سخته. این در مورد گلیساندو که اگه خواستین بنویسین همیشه حواستون باشه که از پایین به بالا باشه حرکتش. و فلاتر یه نوع صداییه که ما با زبونمون خیلی سریع روی نوت زبونمون رو در واقع فقط میلرزونیم. یه همچین صدایی رو داریم توی ساز انجام میدیم، به این میگن فلاتر. یه چیزی هم هست به اسم سلاب تانگینگ که یه کمی راستش سخته. من خودم اینو 2 سال پیش که ما یه جشنواره‌ای داشتیم واسه آهنگسازای معاصر این تکنیک رو حدوداً یاد گرفتم، خیلی برام سخت بود. ولی یه صدای یکم چوبی طور میده، مثلا اگه استکاتو یعنی مقطع زدن عادی اینجوری صدا میده که، ولی اگه بخوایم سلاب تانگینگ بزنیم حدوداً همچین صدایی میده، یعنی من اینو بلدم. بیشتر صدای چوب آنشو میشنویم توش تا اینکه صدای خالص. اینم تو ایران خیلی آدم کمی بلدن حداقل. من خودم رفتم مسافرت یاد گرفتم. دیگه بهتون بگم از تکنیکایی که میشه گفت. آهان، یه کمی هم در مورد چیز بیاین حرف بزنیم، حالتایی که میشه نوتا رو به هم وصل کرد و زد. خب یکیش که لگاتوه متصل، یه حالت دیگه هست که پورتاتوه که خیلی نرم نوتا از هم جدا میشه، اگه اینجوری بخواین که زبون بزنه نوازنده برامون مهم باشه، باید هر نوتیو که میذاریم بالاش یه خط بذاریم که پورتاتو بزنتش نوازنده. و استکاتو اگه بخوایم استکاتو بزنه نوازنده، خب بالای نوتا باید یه نقطه بذاریم. و اینکه آکسان، اینکه کجا از آکسان استفاده کنیم
به نظر من توی اینکه میخوایم چه حالتی داشته باشه قطعمون خیلی میتونه کمک کنه همیشه به نوازنده دونستنش که اصلا آکسان باشه یا نه، کجا باشه کجا نباشه. من خیلی بهش دقت میکنم چون یه هایی رنگ صدای سازو عوض میکنه، واسه همین مهمه. و آره این یه کلیتیه از تکنیکایی که تریل هم میخواییم بشنوین یکم براتون تریل بزنم یا ترمولو مثلا؟ خب تریل که ترمولو بین دو تا نوته، ولی خب یه سری نبایت ها توی ترمولو نوشتن هست که یه سری پرشا رو نمیتونیم برای ترمولو بنویسیم. حالا واسه تریل چرا میشه این کار رو کرد، ولی کلیتش ترمولو میشه فلاتر اونیه که روی یه نوته، ترمولو حرکت سری بین دو تا نوت، اینم ترمولو. و دیگه یه سری تکنیک دیگه هم هستش که آهنگسازا استفاده میکنن که من خیلی طرفدارش نیستم چون سازو خراب میکنه، این که کی ساند، صدای کلیدا فقط باشه. حالا میتونیم توش فوت هم بکنیم، ولی من واقعا ترجیح میدم که همچین قطعی رو نزنم یا براش کم تمرین کنم چون واقعا به کلیدا نباید زیاد فشار بیاد. ولی ببینین صداشو میشنوین، یه همچین چیزی دیگه بهتون بگم. یه چیز دیگه هم هست، این که میتونیم نوتیو که میز، همونطوری که سبا داشت میگفتش که تو قطعش خوندن هست، یه وقتا از نوازنده ممکنه بخوان که همون نوتیو که داره میزنه رو بخونه یا حتی یه نوت متفاوت رو بخونه. من تا حالا این کار رو نکردم تو هیچ قطعه ای، ولی خب میکنن این کار رو. مثلا یه همچین چیزی، ولی فکر کنم خیلی خیلی چیز راحتی واسه همه هم نباشه. این تکنیکاییه که من تا حالا در مجموع ازشون استفاده کردم. در کل چیزی که مهمه اینه که حواسمون باشه که لحن کلارینت یکی رنگش میتونه عوض بشه و میتونیم ازش بخوایم که چه رنگی میخوایم، رنگ شفاف میخوایم یا رنگ کدر میخوایم. و یکی این که لحنش خیلی میتونه عوض بدل بشه، یعنی خیلی محدودیتی نداره تو زدن لحن، این که مقطع باشه، یه چیزی خیلی مشخص باشه، یه چیزی فید بشه، این کارا رو راحت میشه باهاش انجام داد. و واسه فضا سازی از مولتیفونیکام خیلی متداوله که استفاده میکنن. حالا در مورد اینا سوالی دارین؟ من احساس کنم چیزی هم که جالب هست در مورد چیزایی که گفتی، مثلا میشه بعضی از این تکنیک ها هم با هم قاطی کنم، مثلا صدای ایر ساوند رو که نشون دادیم یا با فلاتر، مثلا میتونیم اینا رو مثلا فلاتر بزنیم با ایر ساوند اینطوری. این هم چیزی که خیلی استفاده میکنن همین کی ساند هست، در واقع این تپی که میزنن رو کی با ایر ساوند، اینو من زیاد دیدم که با هم دیگه قاطیش میکنن. بذاریم من یه سری. بله بفرمایید. مرسی. بله اول متشکرم از توضیحاتتون. مرسی، متشکرم. چند تا سوال، این که برای میکروتون ها انگوش گذاری خاصی دارین یا فقط با حرکات لب یا دست؟ یه تکنیکی که فراموش کردم در موردش صحبت کنم، دو تا تکنیک هست که فراموش کردم راجبش صحبت کنم. مرسی از سوالتون. یکی این که ما تو کلارینت
دو نوع ویبراسیون داریم که میتونیم با نوازنده چک کنیم که چی کار میخواد بکنه. یه ویبراسیون هست که با تغییر لبه یه دونم با تغییر دیافراگم، تغییر فشار دیافراگم. من بیشتر از این استفاده میکنم که با دیافراگمه. الانم چون شبه نمیتونم خیلی فورته بزنم، ویبراسیون در ترکیب با نوانس فورته خیلی روی این ساز بهتر جواب میده به نظر من. یکی این، یکی هم میرسیم به سوال دوستمون در مورد میکروتونا. همطور که دو جور ویبراسیون داریم، دو جور هم میشه میکروتونا رو پیدا کرد، یکی با انگوش گذاریه، یکی هم با تغییر حالت لب. یه تکنیکی ما داشتیم اینطوری بود که آهنگساز میگه نوت کوک نباشه، پیچش رو جا به جا کن روی یه نوت. همین کاری که الان من رو سول کردم، یا مثلا الان یه نوته ها، ولی خب خیلی فرق میکنه دیگه حالتش. این کار رو زیاد میکنن و اگه که ترجیح اولمون در مورد میکروتونا اینه که چون انگوش گذاری داره میشه گشت و پیدا کرد، پیدا کنیم و ترجیحمون اینه که اونجوری دقیق بزنیمش. اما اگه نشه مجبور میشیم که با لبمون عوض کنیم کوکو. یه تکنیک دیگه هم یا پیدا رو یادم میفته، جزوم کامل نبود، این که ما به خاطر اینکه این ساختار این ساز پیچیده شده، واسه یه سری از نوت‌ها دو جور انگوش گذاری داریم. واسه همین مثلا ممکنه آهنگساز بگه تناوب دو تا انگوش گذاری رو بزنیم، مثلا یا همچین چیزی. سه چهار تا نوت اینجوری داریم که خیلی وقتا من دیدم وقتی به دوستان گفتم که همچین کاری میشه کرد، تو قطعشون آوردن یه همچین چیزی. مثلا اینجوری هم بوده که یه فضاسازی میکنن توی یه نوت بزرگ، مثلا همین فادیزی که الان زدم، میگن هر جا دلت خواست اینا رو عوض کن، رنگش داره عوض میشه، ما اینو میخوایم. اینم یکی از تکنیک هاست. حالا بریم بقیه سوالای دوستمونو بشنویم. ببخشی، سلام، ممنون از توضیحاتتون. ما همین آخری که گفتین و جایی هست که بدونیم چه نوتایی رو میتونیم این کار بکنیم؟ همه نوتا رو میتونیم؟ ببین، همه نوتا رو نمیتونیم. من اینا رو میتونم دقیقشو. من یکی از بدیای کارم هم اینه که همه اینا رو من هی توضیح میدم و هیچ وقت منظم نمی کنم توضیحامو، ولی میتونم اینا رو بنویسم که یه موقعی نمیدونم کجا اگه گروهی چیزی دارین در اختیارتون بذارم که چه نوتاییه مثلا. مرسی. آره، این کار رو بذار بنویسم. خب یه سوال ببخشین، مستان ببخشین، بفرمایید. این که اون زبانه ای که به ساز وصل میکنیم، خب اون زبانه بالای قسمت دهنه، چه میزان اینو سفت کنیم یا شل باشه یا بالا باشه یا پایین، تو صدا دهی تغییری ایجاد میکنه یا نه؟ هست اصلا اینجا. ببینین، کلن یکی از مشکلات سازهایی که آنش دارن اینه که این همین زبانه ای که شما میگین، مشکلش اینه که خیلی عنصریه که سریع عوض میشه، تو هر شرایطی اصلا عوض میشه. بحث بالا پایین بستن، سفت و محکم بستن فقط نیست، ممکنه شما تو اتاقتون باشین، عادت داشته باشین گرم کنین اتاقتونو، بعد برین تو استودیو سرد باشه، صدای این فرق میکنه. اینه که انقدر چیزیه که اگه بخوایم لیلی به لالاش بذاریم توی هر شرایطی فرق میکنه، بهتره که
آدم بهش فکر نکنه، آدم باید به این فکر کنه که خب من یه نوازنده رو پیدا میکنم که از این مشکلات گذشته باشه، که خیلی هم مشکلات زیادیه، واقعا احتیاج به تجربه داره، ولی بهتر آدم با نوازنده‌ای کار کنه که این مشکلاتش مربوط به خودش باشه، هی نخواد در مورد آنشش به بقیه توضیح بده، چون کار حرفه‌ای نیست. این مشکل رو همه سازای آنشدار دارن، ولی خب آدم واقعا باید به قدری از تجربه برسه که اون مشکلش مال خودش باشه نه گروه، و بتونه حلش کنه. نه منظورم دیگه مثل تکنیکی روی ویولون اجرا میشد، سولتاسو سولپانتیشلو بود، که هر مقدار جهت آهسته تغییر کنه صدا عوض میشه. گفتم اونجا هم برای اون چیز اتفاق میفته یا نه برای اون زبانه؟ ببینین توی کلارینت هر اتفاق که میفته با هوایی که به ساز وارد میشه، نه با آنش. میدونین اگه قرار رنگی عوض بشه با حالت لب مثلا، صدا میتونه رنگش فرق کنه. یعنی مثلا یه چیزی پیدا کنه، مثلا اینو اگه میخوایم رنگای مختلف بشنویم، الان من سعی میکنم این چیزی که الان جلو رومه رو خیلی شفاف بزنمش. حالا میخوام یه کمی هوادار بزنمش، ربطی به یعنی کاملا ربط به لب و نفس داره، نه اینکه اینو کاریش نمیکنه. نمیدونم این تو چقدر داره صدای هوا شنیده میشه یا نه، ولی این کاری که من دارم میکنم دیدین که هیچ کاری با آنشم نکردم، با تنفس و حالت لب و سر ساز، که توی سازهای بادی بهش میگن آمبشور، این که چجوری سر ساز نسبت به فک و صورت نوازنده قرار میگیره میگن آمبشور، فقط با تغییر این دوتا تفاوت رنگ ایجاد کردم. باش مرسی. یالدش من یه سوال داشتم، شما کلارینت لا هم داری یا بعد چون میپرسم برای این که برای کنسرت آخر کورس؟ آره من سی بمول و لا دارم، ولی اگه خواستن برای هر دوتا میتونن بنویسن. آره برای هر دوتا میتونن بنویسن، ولی من توی قطعه های مدرن راستشو بخواین اینو ندیدم که مثلا خیلی هم بگم جزو چیزای مهمش نه که برای لا یا سی بمول. مثلا اگه صدای خیلی شفاف بخواد می بمول برمیداره، یا اگه مثلا چه میدونم بخواد باس کلارینت می نویسه، ولی خیلی قطعه های زیادی نیستن که بگیم مشخصا این برای کلارینت لاست توی سولو زدن یا برای سی بمول. بیشتر توی آنسامبل این کار رو میکنن. یه دلیلش هم اینه که وقتی شما سی بمول و لا داشته باشین، دلیل نداره سرکلیدای عجیب غریب بزنین. اگه مثلا یه سرکلیدی خیلی دیز داشته باشه، میتونیم بیایم با لا بزنیم، سرکلیدش عوض میشه، یکم ساده تر میشه. اگه که بمول زیاد داشته باشه با سی بمول بزنیم که یکمی بمولاش کم بشه. یا مثلا قطعات ارکستری بیشترشون دلیلش همینه که کلارینت لا و سی بمول عوض میشه، چون میخوان که توی محدوده، یعنی توی گامای خوش دست بمونه انگار واسه نوازنده، بیشتر دلیلش اینه. واسه همین فکر نمی کنم که بچه ها توی نوشتن کلارینت سولو خیلی بخوان که این کارو بکنم، ولی من جفتشو دارم. بله یه سوال دیگه، یه نفر یکی از هنرجوان پرسیده بود که امروز نیست، یه نفر پرسیده بود که شما آیا کلارینت بیس کلارینت هم دارین یا نه؟ من متاسفانه ندارم، خیلی هم تو برنامه بود امسال بخرم از دو سال پیش که قیمت ها خیلی رفت والا و نشد،
ولی واقعا باس کلارینت خیلی صداش قشنگه، من واقعا اونم خیلی دوست دارم. من یه سوالی داشتم که توی فلاتر مثلا چجوری میتونیم بنویسیمش؟ اگر یه سری نوت داشته باشیم، مثلا فکر کنیم یه سری دولاچنگ داشته باشیم، بعد میشه مثلا اون وسطی های هوی فلاتر باشه، امکان زدنش هست یا خیلی سیده سختی میشه؟ فکر کنم که سخت میشه. فکر کنم فلاتر رو بهتره که توی نوتای تند ننویسیمش. یعنی مثلا تا حالا چیزایی که من زدم اینجوری بوده که مثلا نهایتا سیاه بوده، اونا هر کدوم یه ضرب بوده ولی زبونه ادامه پیدا کرده، و خیلی هم طولانی ننویسیمش. یعنی مثلا چه میدونم 7-8 ضرب اینا نهایت چیزیه که میشه زد، چون توی فلاتر زدن آدم باید نفسشو دو برابر بده که این صدا تولید بشه، واسه همین خیلی تو موتیفای طولانی طولانی نمیشه فلاتر زد، باید یکم بازه هاش کوتاه باشه. آها یه چیز دیگم که من یادم رفت در مورد انتقالی بودن و فواید انتقالی بودن ساز بگم، اینه که همه این سازایی که ما داریم، همه این 4 تا کلارینتی که داریم، انگوش گذاریشون یکیه. یعنی من همین الان باس کلارینت به هم بدن جای نوتا رو میدونم، چون این همه، و این یکی از فواید ساز انتقالیه که میشه همش رو با هم زد. و نکته همشون اینه که نوتی که هیچ دستی نمیگیریم باهاش میشه سول. حالا اون سول به نسبت انتقالش کم و زیاد میشه، ولی اینجوری مبدأش رو مشخص میکنی. ببخشید راجب هارمونیک ها و تریل بین هارمونیک ها میشه توضیح بدیم؟ والا بین هارمونیک ها تریل من تا حالا اصلا ندیدم کسی بزنه. هارمونیک یعنی میشه مولتیفونیک تو این ساز، اینجوری شنیده میشه هارمونیکا در قالب مولتیفونیک، ولی توی مولتیفونیکا 3-4 تا مولتیفونیکی که به هم خوش صدا باشن رو پیدا میکنن، و مثلا هم اینطوری نیست که بگن که یه ضرب یه ضرب یه ضرب بزنشون. یه جایی از قطعه است که تمپو آزاده، معمولا توی اون 5-6 تا قطعه که من دیدم دست نوازنده است، حداقل 2 ضرب بهش وقت میدن، حتی تو اونایی که خیلی مشخصه حداقل 2 ضرب بهش وقت میدن و جابجا میشه. اینه که تریل که من اصلا ندیدم، چون اصلا طول میکشه که اون ساختاره درست بشه که دوتا هارمونیک فقط توش در بیاد بقیهش هوا باشه، واسه همین نمیشه زود بینشون جابجا کرد. درست. بعد کلن این مثل سازی کلانی مثل فلوت نیست که رژیستر رو بشه با هارمونیک بیشتر کرد، یعنی چون شما گفتی هارمونیک میشه همون مولتیفونیک، ما صدای هارمونیک رنگ صوتی هارمونیک نداریم که جدای از همون رنگ صوتی نوتای اصلی باشه. توی فلوت یه تکنیکی هست بکنم بهش میگن اووربلو، این طوریه که وقتی بیشتر توی یه نوتی فوت میکنیم یه صدای زیرتری در میاد ازش، ولی تو کلارینت همچین چیزی نداریم راستش فکر کنم. بعد دو زبانه چطور داریم که کلارینت میشه دو زبانه اجرا کرد؟ دو زبانه یعنی چی؟ منظورم زبان زدن دوبله. ببینین اون بستگی به این داره که نوازنده چه جوری توی هر سرعتی میخواد انتخاب کنه که زبون بزنه. میدونین چی میگم؟ آره میشه زد، ولی مثلا من زبون تکیم شاید حتی تندتر باشه تا توی سازایی مثل فلوت راحت تره این کار دبل تانگینگ تا سازایی که یه حجمی توی دهنه، این خیلی سخت تر این اتفاق میتونه براش بیفته، ولی به هر حال آره می نویسن براش تو تمپوی بالا که می نویسن آدم باید اینجوری بزنه سازو. بعد گفتن حروف صدادار یا کنسونانت ها مثلا که چه این چیزا توی ساز چجوری شنیده میشه؟ چجوری صدا میده؟
وقتی که میخوایم از یه تکنیکی مثلا ایری ساند استفاده کنیم دارین میگین، یا اینکه وقتی داریم یه صدای شفاف میشنویم؟ ایر ساند البته اگه صدای شفاف هم تأثیری داره بگیم ممنون میشم. صدای شفاف تأثیری نداره، فقط یه کمی حالت، یعنی تو صدای شفاف اینا رو هیچ کارش نمیشه کرد که شنیده بشه داریم که میگیم یا ده. نهایتا شدت نرمی و سفتی نوت ما میتونیم فقط داشته باشیم وقتی که صدای شفاف داریم. ولی مثلا توی فلوت راحت آدما یه جمله میگن و ایریساند دارن در میارن. توی کلارینت نهایتا ما همین واج و اینا میتونیم بگیم، نمیتونیم یه جمله ای بگیم به خاطر اینکه اینجوری صداش در نمیاد مثل فلوت که، و وقتی داریم ساز میزنیم نهایتا میتونیم بگیم ببینین خیلی تفاوتی نداره. الان شما این کار کردیم من یاد یه چیز دیگه افتادم که دیدم سریع ساز رو بر میدارن بعد صدای کلارینت رو یه چیز شبیه فلوت میکنن. من اونو راستشو بخواییم تو قطعه های معاصر خیلی قطعه های مورد علاقه هم نبوده. آخه قضیه اینه که باید یه ماهیتی از ساز بمونه دیگه. آره میشه یه کارایی کرد ازش یه جورایی صدا در آورد، ولی اصلا صدای میدونی بیشتر شبیه مثلا سیرک و ایناس همچین کاری، یعنی من اصلا دلم نمیخواد هیچ وقت این کارو بکنم اگه قرار باشه توی آهنگی یه تیکه از سازم و در رم یه جور دیگه بزنم. دلم میخواد ماهیتش بمونه، یکم شبیه این چیزا میشه. مثلا من از این کارم خیلی بدم میاد به شخصه، اینکه دوتا سازو میگیرن با هم دیگه و شروع میکنن زدن، مثلا اینجوری هم که سیرکه، مگه این چه کاریه؟ اصلا به نظرم ارزش هنری نداره. بعد اینکه کلا کتاب خاصی از ریفرنسی که معرفی کنی، مثلا همین مولتی فونیکا لیستش توش باشه یا انگوش گذاری مایکروتونا باشه؟ من واسه این دوتا اگه جایی بشه براتون فرستاد. بله گفتم شما لطفه گفتین که خودتون لطف میکنین و برامون میفرستین. این چیزی که براتون میفرستم اونیه که یه سری نوتا هست که دوتا انگوش گذاری مختلف داره، اونو که میفرستم یه سری پی دی اف در مورد مولتی فونیک دارم و یه پی دی افی هم در مورد میکروتونا دارم، اونا رو اگه بخواین حالا نمیدونم یه جوری براتون میفرستم دیگه. اونا رو من میذارم وقتی فرستادی من میذارمشون روی گوگل کلاس روم که بتونن دسترسی داشته باشن. یه وبسایت دیگه هم الان من به یادم افتاد، یه وبسایتی هست حالا الان نمیدونم تو ایران فیلتر باشه یا نباشه به نام heatherroach.com فکر کنم، اونم من لینکش حالا میگم باز نمیدونم تو ایران فیلتره یا نه، ولی اون پی دی اف رو که میفرستیم من اونا رو میذارم تو گوگل کلاس روم، لینک این رو هم من میذارم توی گوگل کلاس روم. مرسی. من یه سوال دیگه فرصت هست بپرسم؟ الان که داشتین اجرا میکردین همون سرعت زبان زدنتون رو که تغییر دادین از کم به زیاد، اینو ما میتونیم جوری بنویسیم که مثلا از کم به زیاد بشه یا برعکس؟ آره. ببینین هر تقریبا همه چیزایی که تو نوتا هست و من یکمی فکر میکنم، راستش فکر میکردم که اینا رو در موردش صحبت کردین، ولی در مورد جورایی که می نویسن آره دقیقا شکل شبیه اینه که یه نوت مثلا انگار یه میزان آزاد میذارن که اینجوری تقسیم بندی مشخصی نداره، بعد فواصل از آزاد اینجوری به هم نزدیک میشه، اینجوری آدم میفهمه که باید تندتر بکنه. در واقع یه همچین شکلیه که داره زیاد میشه دی 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 این شکلی پشت سر هم میشه، مثل چیزی که الان برای ویالون گفتن، یعنی شکل نوت نویسیش آره قشنگ تو نوت نویسی هستش این قضیه.
رسید. احساس میکنم یه تکنیکی دیگه ای هم هستش کردن یادم نمیاد، ولی متاسفانه یادم نمیاد. همه چه حس میکنم جای یه چیزی کمه. خب اون گلیساندو هم که صحبت کردیم، اون تو رجیستر بالا فکر کنم فاصله های بیشتر هم بتونیم، مثل رپسودی این بلو از گرشوین درست هم نیست نقطشو الان بگیم، فکر کنم از سی بالای میدل سی میتونیم بیشتر داشته باشه، نمیدونم. قضیه اینه که واقعا من خیلی تلاشم کردم که اونو بزنم، ولی حداقل واسه بعضی از نوازنده ها احتیاج داره که لانگ ترم پیش یه استادی باشن این قضیه گلیساندو رو قشنگ براشون جا بندازه. من همین قضیه هم که میزنم تا حالا هیچ استادی به هم یاد نداده. حداقل تو ایران میگن که خب تو داری کلاسیک میزنی دیگه، تا فلان جا بزن رپرتوار رو بسه، اصلا نمیان سراغ اینکه این تکنیکا چیه. الانم یادم افتاد نفس برگردونه اون چیزی که در موردش حرف نزدم، اینطوریه که قطع نمیشه زدن ساز، ولی راستش اونم برام خیلی راحت نیست. مثلا توی سرنا زدن توی ایرانی هم همش با نفس برگردون سرنا میزنن. اینه که شما لحظه ای که نوازنده داره نفس میگیره رو متوجه نمیشین، چون همش داره صدای ساز تولید میشه. همچین چیزیه، من بعد تمرینش میکردم، مثلا یادم رفته بود تمرینش کنم. هرچی بیشتر تمرینش میکنم بیشتر صدای صاف میشه و شما اون لحظه ای که هوایی که در واقع تو لپام جمع شده رو دارم فوت میکنم و نباید متوجه شین، درست ترین حالتش اونه. دیگه فکر کنم تمام تکنیکایی که تو زندگیم تا حالا زده بودم و گفتم بهتون. ببخشید یه سوال دیگه، بین مایکروتون ها حالا اونایی که انگوش گذاریش مشخصه راحت میشه حرکت کرد یا میشه بینشون ترمولو نوشت، یا اینکه قبل و بعد قبلش در واقع چه نوتی باشه مهم؟ اونایی که توش انگوش گذاری مشخص دارن، یه سری نباید ها هست که توی سازشناسی به آهنگسازا میگن، خب که مثلا فلان، همونطور که در مورد ترمولو گفتم همچین چیزی هست، باید فقط اونا رو چک کنیم با نوازنده راستش تا اینکه قانون کلیشو در بیاریم. من کتابی خودم نمیشناسم، حتما در مورد این قضیه هستش، ولی من کتابی نمیشناسم در مورد این قضیه که معرفی کنم. ولی مثلا این که میگم رجیستر بم کلارینت انگوش گذاریشو ببینیم. حالا انگوش گذاری رجیستر زیرترشو ببین. این همه، فقط با یک کلید تغییر رجیستره که صداش عوض میشه. و حالا اون تیکه‌ای که از میه پایین از همشون صدای ریچتری داره، به خاطر اینکه هوا داره تو کل این ارتفاع جریان پیدا میکنه و صداش تولید میشه. ریز ریز که داریم میریم بالا، این هوای از جاهای کمتر از جای بالاتری داره صداش در میاد. در نتیجه این نوته که بهش میرسیم بهش میگن قسمت بریک ساز. از این که میپریم سی و میزنیم، خب همچین کاری کردن خیلی زیاد سخته توش دیگه. یه سری بایدها و نبایدهای اینجوری داره که خاصیت آکوستیکی سازه و باید حالا توی یه کتابی که حالا باید پیدا کنم در موردش حتما نوشته. این یکیه که شما گفتین که خیلی معروف و مرسی که گفتین و من دیدم چه جوریه، ولی منظورم اینه که مثلا من الان میخوام پرش کنم به یه مایکروتون،
این کارو میشه کلا انجام داد اگه انگوش گذاری اوکی باشه؟ آره. اگه انگوش گذاری اوکی باشه مسئله نداره. اگه کلا منظورتون اینه که پرش به مایکروتون مشکلی داره یا نه، نه اگه انگوش گذاریش معلوم باشه راحت هم میشه انجام داد. آها درست، مرسی. بسیار عالی. کسی دیگه سوالی داره برای یلدا؟ من یه سوال دیگه هم بپرسم. تکنیکی شبیه پیزیکاتو داریم رو کلارینت که بشه؟ پیزیکاتو به چیزی که نزدیکترین چیز به پیزیکاتو همون اسلپ تانگینگ حدودن، همونی که اینو من به نظرم شبیه ترینه. و سرعت اجرایی هم محدود، یعنی میتونیم سرعت از این بیشتر باشه توی این اسلپ تانگینگ؟ آره فکر کنم خیلی تند نمیشه زد، معمولا نوتای جدا جداست. چون مرسی، خواهش میکنم. ببخش من یه سوال دیگه یادم اومد کرمنده. بله. میخواید ما بفهمین یادتونه؟ نه نه من یادم نمیره، شما بگیم. جایی که داشتیم وصل نوتا رو میگفتین که لگاتو گفتین و پورتاتو استکاتو اینها، برای پورتاتو چه علامتی گفتین؟ من احساس کردم شبیه پورتاتو چیزی که گفتین شبیه تنوتو بود، گفتین انگار یه خط تیره روش بذارین. آها آها ببخشید، تنوتو دقیقاً، تنوتو اونیه که یه خط بالاش داره فقط، پورتاتو اونه که یه خط بالاش داره زیرش یه نقطه است بعد نوته. آها درست. در واقع بیشتر شبیه اینه که نوتا فقط از هم جداشن، یا نوتا یکم مقطع باشن یا خیلی مقطع باشن. در مورد اینا منظورم اینه که میتونیم با نوازنده صحبت کنیم و حتما میشه که خیلی متفاوت باشه. و توی معمولا هم اینطوریه که توی موومانای سری خیلی عملا تنوتو نوازنده نمیزنه تو سازای بادی، چون یکمی میکشه عقب، یکمی نوازنده مقطع میکنه، ولی واسه نشون دادن این لحنا تو قسمتایی که یکم آزادتره، یکمی کشیده تره نوتا بیشتر میشه نشونش داد فرقش اومد. حالا تفسیر تنوتو پورتاتو توی کلارینت چجوری میشه؟ چه فرقی میکنه؟ خواهیم بزنم براتون تنوتو. بله. اگه کسی کلارینت نزنه شاید فکر کنه اصلا دارم لگاتو میزنم، ولی این لگاتو نبود، یکم داشت نوتا جدا میشد. حالا پورتاتو. یک کمی جداتر و مشخص تره. من برداشتم این بود که تنوتو برای هر نوت یه دمی میدادین، ولی توی پورتاتو که کاملا قطع میشد صدا. آره قطع میشه. اگه لگاتو باشه تنوتو، توی تنوتو هوا عین لگاتوه، انگار دارم یه نوت صاف میزنم، فقط زبونم بهش اضافه شده، ولی توی پورتاتو زبون یه لحظه هم دوباره برمیگرده رو هر نوت. دید. حالا تو استکاتو زبون تا برداشته میشه گذاشته میشه دید. فرقشون اینجوریه. بله بله مرسی، خواهش میکنم. من خیلی دلم میخواد که با اینکه خیلی عجیبه، ولی من کنسرت های موزارتو خیلی دوست دارم. همه نوازنده های بادی بکنم از کنسرت های سازشون دیگه خسته شده باشن رسما. یه تیکه از کنسرت های موزارت هست که من خیلی دوستش دارم، همیشه هم برای دوستاییم که ساز میزن آهنگ مینویسن اینا رو مثال میزنم. اینجایی که میخوام براتون بزنم دو تا کاراکتر داره که شفاف و تیز در مقابل بم و قلدور، میشه اینجوری گفت که یه کاراکتر زنانه ظریف داره و یه کاراکتر مردانه.
که اینو خیلی با رجیستر و همینطور نوانس خیلی خوب نشون داده. من میخوام یه تیکر براتون بزنم بشنویم. نظرم خیلی تفاوت اون چیزی که اول بحث گفتم در مورد رجیستر بم و رجیستر بالای کلارینت توی این جمله معلومه. حالا نمیدونم مشخص بود به نظر شما یا نه، ولی من خواستم یه مثالی بزنم که اون بحث اولمون که میگم کاراکتر قسمت‌های مختلف فرق میکنه، نه اینکه فقط زیر و بمه، یه مثالی براش بزنم، اینو براتون زدم. خب آیا سوالی هست؟ بسیار عالی، خیلی ممنون. خیلی تشکر میکنیم از پرزنترامون امروز یلدا و سبا. بله ایموجی رو منم میذارم الان. خیلی ممنون، دستون درد نکنه. بعد همون جور که توضیح دادم، امروز جلسه آخرمون بود دیگه تا بعد از تعطیلات کریسمس و نیو ایر. من ایمیل سبا و یلدا رو هم میذارم روی گوگل کلاسروم که اگه سوالی داشتین میتونین بپرسین. اون داکیومنتارم که یلدا گفت اونا رو من میذارم روی گوگل کلاسروم. بعد از نیو ایر که برمیگردیم یه چند تا ورکشاپ انجام میدیم روی قطعاتتون که مینویسین با سبا و یلدا. و اگه بتونی به من به ایمیل بدین که تا چند تا قطعه پاسیبیلیتی شو دارین که اجرا بکنین که من این رو به حالت ایمیل میفرستم دیگه. آره دست خودتون دیگه، هر چقدر هر چند تا که میتونید. بعد آره خیلی ممنون، دستون درد نکنه. کسی یه کامنت یا کوشن نهایی اگه داشته باشه؟ من یه نکته‌ای که چیز MMC میخواست بدونه که اگر بچه ها اوکی هستن که این ویدیو رو پابلیک بذاریم، اگر بچه ها اوکی نیستن به همون بگن که فقط برای بچه های کلاس باشه. من اوکی هستم برای پابلیک. هم که اوکی هستم. بسیار عالی. فقط منم یه نکته رو میتونم بگم، اگر کسی دوست داره من اسلایدارم میتونم شیر بکنم با پدرام که براتون داشته باشه، یعنی اسم و اصطلاح و حالا چیزهایی که توضیح دادیم امروز، اگر دوست داشته باشه. بسیار عالی. اونا رو من پاورپوینت رو هم میذارم روی گوگل کلاسروم. عالی، دست درد نکنه. خیلی ممنون، خیلی سشن خوبی بود امروز، سشن خیلی فروتفول برای جلسه آخرمون. خلاصه دستون در نکنه و بعد از تعطیلات نیو ایرز میبینمتون. خیلی ممنون، مرسی از همگی. خدا حافظ. خیلی عالی، مرسی، خسته نباشید. مرسی، ممنون، خدا.